سلام صبح خیر آیا خوششین شما ارائه میدین؟ صداتون رو ندارم اگر بله سلام آقای دکتر وقتتون بخیر. سلام علیکم محبوب شما. سلامت باشید صحبتتون بخیر باشه. متشکرم مرسی. بله آقای دکتر بنده اگر مشکلی نیست میتونم شروع کنم. بفرمایید. البته بچه‌ها الان بین تعطیله نه ولی خب بالاخره سمر اکبر از جنوار که مهمانه سمر سر بر اومدن رو صحبت بکنیم. میکنم شروع کنیم چشم منتظر بمانیم خب به نام خدا ما توی این ارائه قرار هستش که مبحث مالتی کور پروگرامینگ رو بهش بپردازیم و حالا اون چیزی که برنامه‌ریزی کردیم احتمالاً کانسپت هایی که از خود تکنیک مالتی کور پروگرامینگ و اوپن ام پی بخوایم خدمتتون بگیم شاید دو جلسه طول بکشه، حالا یه جلسه‌اش که امروز، جلسه بعدی هم حالا به سلاطید آقای دکتر یا توی یکی از کلاس‌های درس برگزار میشه یا یه کلاس حل تمرین مثل سرمی که داشتیم برگزار میکنیم و اون جلسه دومش رو میگیم و بعد از اینکه حالا بحث مالتی کور پروگرامینگ با اوپن ام پی جمع شد میپردازیم به مبحث تبدیل الگوریتم های سیستولیک به مالتی کور که خب اون رو هم حتما ما خدمتتون پوشش میدیم. توی حالا این ارائه ما اولی موتیویشنی رو بررسی میکنیم نسبت به اینکه چرا اصلا باید پارلل پروگرامینگ داشته باشیم، سپس یه مثالی رو خدمتتون ارائه میدیم که ابتدا حالت سکوئنشیالش رو بررسی میکنیم، بعد بررسی میکنیم که این الگوریتم سکوئنشیالی که ما برای این مسئله نوشتیم تا چه حد از پرفورمنس سیستم استفاده میکنه و حالا میپردازیم به اینکه چه معضلات چه باتلنک هایی موجب شده که نتونیم پرفورمنس خوبی داشته باشیم و این باتلنک ها رو شروع میکنیم به استفاده پارالیلیزم مسئله حل بشه، بعد مدل های مختلف پارالل پروگرامینگ رو خدمتتون معرفی میکنیم که به طور خاص میپردازیم به مدل شرد مموری که حالا یکی از پیاده سازی هاش اوپن ام پی هست و راجبه اینکه چطور میتونیم مالتی کور و مالتی پروگرامینگ رو با استفاده از اوپن ام پی پیاده سازی بکنیم صحبت میکنیم و همون مسئله سکوئنشیال رو هم به نوعی ورژن پارالللش رو اینجا خدمتتون پیاده میکنیم، بعد مقایسش میکنیم با اون پرفورمنسی که تو حالت اولیه داشت رو میبینیم که چقدر تونستیم پرفورمنس بهتری داشته باشیم. پیش نیازی که برای کار شما با اوپن ام پی دارید صرفا یه نالج اولیه رو در رابطه سی و سی پلاس پلاس. اوپن ام پی روی سی، سی پلاس پلاس و فورتران قابل پیاده سازیه و حالا خیلی بیشتر از اینکه شاید سینتکس زبان مهم باشه نالج پروگرامینگ با دید پارالله که خیلی مهمه، چون به طور مثال خود اوپن ام پی دستوراتی که داره رو مثلا میشه توی 16 صفحه کلش رو نوشت همراه با توضیحات و مثال که این کار خود شرکت اوپن ام پی هم انجام داده، حالا من اون داکیومنت 16 صفحه ایشون هم خدمتتون ارائه میدم، یه تقریبا چیت لیستیه از کل دستوراتی که داره و برای هر کدومم یه مثال تو سی سی پلاس پلاس و فورتران هم آورده و توضیحشون داده و خب همونجوری که میبینید خیلی چیز سختی نیست اوپن ام پی یادگیریش، اما بحثی که وجود داره اینه که نحوه استفاده ازشون خیلی مهم میشه و اینکه ما چطوری دید پارالل پروگرامینگ پیدا بکنیم.
که خب یه کمی میخوایم راجع به این مباحث امروز صحبت بکنیم و آخر جلسه خودتون متوجه میشید که چقدر تکنیک پارالل نوشتن مهمتر از یادگیریش از سینتکس اوپن ام پی باشه. در حد اینکه یه کمی هم حالا برنامه‌نویسی قبلا کرده باشید، کار با دیتا استراکچرها و پیاسازی الگوریتما تقریبا برای اینکه ما بتونیم با اوپن ام پی کار بکنیم و ترمینال بکنیم کفایت میکنه. اما خب کم کم دیگه میتونیم بحثمون رو ما اینجا شروع بکنیم. ببینید، هدف اصلی ما از یادگیری اوپن ام پی و پارالل پروگرامینگ اینه که بتونیم توی کامپیوترهای امروزی کدمون رو تا جای ممکن سریع اجرا بکنیم. حالا این کلمه کامپیوتر امروزی، این مدرن کامپیوترز، یکم برامون باید ملموس بشه که این کامپیوتر مدرن امروزی ما چه ویژگیهایی دارن و ما متناسب با اون ویژگی‌ها چطور باید عمل بکنیم که بتونیم برنامه‌ای که می‌نویسیم روش سریع اجرا بشه. یکمی که بریم جلوتر رو حرف بزنیم متوجه میشید که برای اینکه بتونیم به این هدف برسیم، یعنی توی این مدرن کامپیوترها بتونیم برنامه‌ای بنویسیم که سریع اجرا بشه، نیاز داریم که از تکنیک‌های پارالل استفاده بکنیم و خیلی از چیزهایی که توی خیلی از آپریشن‌هایی که توی برنامه ما داره صورت می‌گیره، اینا بتونن به صورت مستقل از هم و به شکل پارالل، به شکل سایمالتنیوسلی اجرا بشه. یکی از چیزهایی که ما حتما توی جلسه امروز بررسی خواهیم کرد، یه مسئله خیلی ساده توی گراف تئوری ما ابتدای حالت سکونشیال می‌نویسیم، خیلی خیلی ساده، میشه ورژن صفرش توی حالت سینگل کور. بعد سعی می‌کنیم بررسی بکنیم که باتلنکاش چیه و باتلنک‌هایی که مربوط به مموری میشه، مربوط به خود سیستم میشه، یعنی ربطی به این نداره که ما پارالل ننوشیمش، ما اون باتلنک ها رو دونه دونه شروع میکنیم بررسی کردن. تقریبا دو سه تا شد، چون این هفت تا ورژن داره، نمیرسیم همه رو بخوایم بررسی بکنیم، ولی مثلا سه چهار تا اولش رو تقریبا بررسی میکنیم. و بعد از اینکه اون باتلنک ها رفع بشه، مثلا ما اگه سه ورژن اولیه رو بررسی بکنیم، میبینیم که هنوز تعداد اپریشن هایی که پر سکند میتونیم اجرا بکنیم کمه و این خط تئوریتیکال ماکسیمومی هم که اینجا کشیده به این منزل است که مثلا توی یه سیستم خاصی که ما اینجا بررسیش میکنیم، حالا سیستمی هم که بررسی میکنیم جلوتر مشخصه های سخت افزاریش هم خدمتتون میگیم، اون سیستم از نظر تئوریتیکلی اگر ما بخوایم به صورت سینگل کور برنامه نویسی بکنیم، چیزی مثلا حدود بین 50 تا 60 بیلیون اپریشن پر سکند میتونه اجرا بکنه. متو این مرتب از نظر تئوریتیکلی اگر ما بتونیم از تمام منابع سیستم به درستی توی پارالل پروگرامینگ استفاده بکنیم، چیزی بیش از 200 اپریشن پر سکند، 200 بیلیون اپریشن، یعنی 200 میلیارد اپریشن پر سکند رو میتونه انجام بده. و خب این بنچمارک های ما هستش روی ورژن های مختلفی از این الگوریتم که می‌نویسیم و همینطور که می‌بینید ما مرحله به مرحله به نوعی تعداد اپریشن هایی که میتونیم در ثانیه انجام بدیم و بالاتر میکنیم، چیزی شاید حدود یه اسپید آف بالای 150 میگیریم که حالا جلوتر خدمتون توضیح میدیم. سیستم هم که بررسی میکنیم یه سیستم سینگل پروسسور هست که این پروسسور 4 تا هم کور داره. خب اما سوالی که مطرح کرده بودیم این بود که ما چرا برای اینکه بتونیم برنامه‌ای سریع روی کامپیوتر امروزی بنویسیم لازمه از پارالیلیزم استفاده بکنیم. خب اول از همه ما بریم این کامپیوتر امروزی رو بیشتر بشناسیم، ببینیم که چه خواصی دارن، چه ویژگی‌هایی دارن که ما باید به سمت پارالیلیزم بریم. ببینید، مدرن کامپیوتری که ما امروز داریم به شدت، یعنی مسیولی پارالیلن. به چه منظور؟ شما ببینید هر کامپیوتر که مثلا یه پروسسور داره، این پروسسور دارای چندین کوره که این کورها هر کدومشون میتونن به صورت سایمالتنیوسلی این پارالل عملیات انجام بدن. هر کدوم از این کورا به تنهایی داره چندین اکزیکیوشن یونیت هستن که این اکزیکیوشن یونیت ها هم میتونن سایمالتنیوسلی و به شکل پارالل عملیات انجام بدن. به طور مثال من اگه 4 تا کور داشته باشم که هر کدومش 2 تا اکزیکیوشن یونیت داشته باشه، در نهایت میتونم بگم که 8 رشته محاسباتی دارم که اینا میتونن کاملا به صورت پارالل و به شکل سایمالتنیوسلی با هم اجرا بشن. علاوه بر اینکه حالا پروسسورهای ما مالتی کور هستن و هر کور هم به نوعی چندین اکزیکیوشن یونیت داره، این اکزیکیوشن یونیت ها به شکل وکتور عملیات انجام میدن و اصلا میگیم اینا وکتورایزن. و منظورمون از وکتورایز چیه؟ منظورمون اینه که توی هر استپی، حالا مثلا استپمون رو هر سایکل در نظر بگیریم، هر سی پی یو سایکل، توی هر استپی هر کدوم از این اکزیکیوشن یونیت ها میتونن چندین عملیات شبیه به هم رو به شکل پارالل و به شکل کاملا سایمالتنیوسلی انجام بدن.
و خب ببینید پس یعنی ما لول به لول که داریم میریم پایین‌تر، ضریب پارالیلیسم داره افزایش پیدا میکنه و عملیات‌هایی که ما میتونیم به شکل پارالل انجام بدیم هم تعدادشون به شکل ضریبی افزایش پیدا میکنه. علاوه بر این که اکزیکیوشن یونیت های ما وکتورایزد هستن، یعنی اینکه میتونن چندین اپریشن شبیه به هم رو به شکل پارالل اجرا بکنن، این اکزیکیوشن یونیت ها پایپلاین هم هستن، یعنی میتونن عملیات های جدیدی رو آغاز بکنن بدون اینکه عملیات های قبلی که مثلا اجراشون شروع شده تموم شده باشن، یعنی انگار که میتونن چندین عملیات مستقل از هم رو اجرا بکنن. لازم نیستش که مثلا بگیم یه عملیاتی اجرا بشه تموم بشه که حالا من بتونم عملیات بعدی رو انجام بدم. و بالاتر از همه اینا هم اینه که ما امروزه خب سیستممون همشون جی پی یو دارن و میتونیم مسیولی جی پی یو پارالل پروگرام بکنیم، که خب این نشون میده که کامپیوتر امروزی ما کاملا پارالله. حالا راجع به مبحث این پارالل جی پی یو ما فکر کنم یه تمرین داشتیم با کدا آشنا شدیم و خب سه تا مسئله حل کردیم. دو تا مسئله تو حوزه سورتینگ بود، یکی تو پریفیکس کامپیوتیشن بود که خب با جی پی یو پروگرامینگ آشنا شدید. ما حالا میخوایم بریم سمت مالتی کور پروگرامینگ، یعنی بتونیم تا جای ممکن از بهترین پرفورمنسی که پروسسورمون داره استفاده بکنیم. پس الان برامون شفافه که چرا سمت پارالیلیسم میریم، به خاطر ویژگی‌هایی که پروسسورهای ما و سیستم‌های ما امروزه دارن. حالا می‌خوام ببینیم که چی شد که ما چی گذشت که ما امروزه رسیدیم به اینکه سیستممون مسیولی اصلا پارالل باشن. ببینید اتفاقی که میفته اینه که ما حالا اگه بخوایم خیلی بررسی تاریخی داشته باشیم نسبت به قضیه، سال 2000 میتونیم بگیم یه نقطه‌ای که قبلش پرفورمنس کامپیوترها از نظر سکوئنشیال افزایش پیدا میکرد، یعنی موقعی که ما مثلا میخواستیم پروسسور بسازیم سعی میکردیم که خب سال به سال ترانزیستورهایی که توی این پروسسور قرار میگرفت افزایش پیدا میکرد، که حالا جلوتر باز اینو هم با دیتیل راجعش صحبت میکنیم. یعنی اتفاقی که میافتاد اینه که اگر من میخواستم یک اپریشن خاص، به طور مثال من میخواستم یک فلوتینگ پوینت مثلا یه فلوتینگ مالتیپلیکیشن انجام بدم، خب این سال به سال سرعت انجام این اپریشن افزایش پیدا میکرد دیگه، من میتونستم تو زمان خیلی کمتری این عملیات انجام بدم. اما از سال 2000 به بعد دیگه تقریبا این اتفاق نیفتاد، یعنی میتونیم بگیم که الان امروزه یک کامپیوتر مثلا یک فلوتینگ پوینت مالتیپلیکیشن رو موقع که انجام میده خیلی زمانش نسبت به 20 سال پیش فرقی نکرده. حالا اینم توضیح میدیم به چه صورت. در نتیجه ما مجبور شدیم که از 2000 به بعد یه جوری وارد مبحث پارالیلیسم بشیم و سعی کنیم پرفورمنسمون رو با افزایش پارالیلیسم بالا ببریم. و برای اینم که بتونیم پارالیلیسم رو اکسپلویت بکنیم و ازش استفاده بکنیم، نیاز داریم که به شکل جدیدی کدمون رو بنویسیم و دیگه اون مدل‌های ترادیشنالی که استفاده می‌کردیم برای حالت سکوئنشیال جوابگو نیست. تو همین ارائه امروز خواهیم دید که مثلا ما زمانی که با C++ یه برنامه سکوئنشیال می‌نویسیم، خیلی کمتر از 1% از ظرفیت کل سیستم برای حل این مسئله استفاده کردیم و خب این خیلی پرفورمنس کمیه. اما خب یکم بیشتر راجع به این 2000 اگه بخوایم صحبت بکنیم، قانون خب مور که تساوی گوردن مور سال 1965 یه حدسی زدن که گفتن که ما سال به سال که بگذره تعداد ترانزیستورهایی که میتونیم داخل آی سی ها قرار بدیم به صورت اکسپوننشیالی رشد میکنه، که خب اینم تقریبا بر اساس 5 تا نقطه‌ای که اطلاعاتش رو داشت این حدس رو زد، ولی حدسیه که امروزه روز هم هنوز پاورجا، البته که دیگه به آخرای عمرش نزدیک شده و دیگه شاید تا سالهای بعد دیگه این اتفاق هم نیفته. خب بحثی که هستش اینه که ما همینطور هم که اینجا شما میبینید مثلا اومدم بر اساس هر سال یه پروسسور خاص رو هم در نظر گرفتیم و حالا مندال ترانزیستورایی هم که داخلش هستم قرار داریم و میبینید که مورزلا خیلی قانون محکمی بود و حالا توی سال به سال هم که گذشت ما میبینیم که واقعا داره درست پیشبینی میکنه. منطقه مرتب سال 2000 یه اتفاق میفته و یه تغییری رخ میده، اونم هم همون قضیه بود که خدمتون گفتم، یعنی اون سکوئنشیال پرفورمنس تا قبل 2000 ایمپروو میکرد، یعنی یه اپریشن خاص به طور مثلا مثال همون فلوتینگ پوینت مالتیپلیکیشن سرعت اجراش افزایش پیدا میکرد، نه چه زمان اجراش کاهش پیدا میکرد. منطقه مرتب از سال 2000 به بعد دیگه این اتفاق نیفتاد، یعنی الان تو این 20 سال گذشته تقریبا این سرعت میتونیم رافلی بگیم که خیلی تغییری نکرده و اگر ما پرفورمنسی داریم از طریق پارالله. حالا چرا اینطوری شده؟
دلیلش بحث اینه که اینم خب خدمتتون گفتم تو اسلاید قبل، دلیلش بحث تفاوت لیتنسی و تروپوته. حالا ما الان تو اسلاید بعدی بحث لیتنسی و تروپوت رو خدمتتون توضیح میدیم. ما توی مرتب تا سال 2000 ما سعی میکردیم با کاهش دادن لیتنسی پرفورمنس رو افزایش بدیم، به این منظور که خب یه اپریشن موقعی که میخواست اجرا بشه زمان اجراشو کم بکنیم. ما توی مرتب از 2000 بعد نتونستیم این کارو بکنیم، تروپوت رو افزایش دادیم. حالا این لیتنسی و تروپوت چی هستش که ما بخوایم خدمتتون بگیم؟ ببینید لیتنسی تعریفش اینه که زمانی که یه آپریشن میخواد انجام بشه از لحظه‌ای که استارت میشه تا لحظه‌ای که فینیش میشه ما اون زمان رو بهش میگیم لیتنسی. و خب توی اسلاید قبلم دید دیگه، منظور ما این بود که تا قبل سال 2000 لیتنسی رو کاهش میدادن، یعنی سرعت اجرای یک آپریشن رو سعی میکنن زمانش رو کاهش بدن. اما تروپوت به این معنا هستش که سیستم ما چند تا آپریشن رو میتونه تو واحد زمانی به اتمام برسونه. و خب از سال 2000 به بعد پس ما اومدیم سمت این قضیه که بتونیم تعداد آپریشن های بیشتری رو در هر واحد زمان توسط سیستممون انجام بدیم. حالا اگه یه مثال دیگه هم بخوایم خدمتتون بزنیم راجع به تفاوت لیتنسی و تروپوت، مثلا شما فرض بکنید ارشد خوندن تو دانشگاه شریف اینجوریه که لیتنسیش 2 ساله تقریبا، یعنی یه نفر که میخواد مثلا مدرک ارشد تو دانشگاه شریف بگیره 2 سال طول میکشه تا این پروسه رو طی بکنه. خب اگر دانشگاه شریف اینطوری بود که به صورت سکوئنشیال کارش رو انجام میداد، یعنی هر یه نفری که وارد دانشگاه میشد ارشدش رو میگرفت بعد خارج میشد، اتفاقی که میافتاد این بود که ما هر سال یعنی دیگری پر سکندمون نیم بود. و خب در صورتی که شریف اینجوری نیست، شریف به شدت پاراللله و تقریبا میتونه 2000 تا مثلا دانشجو رو هر سال مثلا تو مقطع ارشد فارغ التحصیل بکنه. بنابراین تروپوت ما اینجا دیگه 2000 هستش، در صورتی که حالا لیتنسی یک دانشجو مثلا 2 ساله. این تفاوتیه که بین لیتنسی و تروپوت وجود داره. و خب توی این اسلاید هم کانکلوژنش اینه که قبلا با کاهش لیتنسی تروپوت افزایش پیدا میکرد، امروزه با استفاده از پارللیسم تروپوت افزایش پیدا میکنه. اما خب حالا اگه بخوایم یه چند تا مثالم ببینیم، فرض بکنید هر کدوم از این باکس هایی که ما اینجا داریم که تو واحد زمان قرار گرفتن، تو نمودار زمان قرار گرفتن، هر کدوم از این باکس ها معرف زمانی هستش که یک فلوتینگ پوینت مالتیپلیکیشن انجام میشه. و خب میبینید که توی گذشته اینا لیتنسی بالایی داشتن، تا قبل از سال 2000 هم سعی کردن که لیتنسی رو کاهش بدن و همونطور که میبینید تعداد آپریشن بیشتری میشد توی زمان انجام داد. منتهای مرتب با توجه به اینکه دیگه نتونستن لیتنسی رو کاهشش بدن، امروزه برای اینکه بتونیم پروگرس داشته باشیم سعی میکنیم هر کدوم از این عملیات ها رو اینجوری پارالللش بکنیم و شما میبینید که میتونیم توی زمان خیلی کمتری تروپوت بیشتری داشته باشیم نسبت به حالتی که ما پارالللیسم نداریم. حالا ما اینجا یه مثال دیگه هم آوردیم که یکم مثال واقعی تر باشه. شما فرض بکنید که ما یه کامپیوتر دسکتاپ داریم، یه کامپیوتر خیلی معمولی که این پروسسورش هم یه پروسسوریه که فکر کنم امروزه همتون توی سیستماتون هم هستش. این پروسسور مثلا یه پروسسور کور i5 4 کور است و اپریشنی هم که حالا مد نظرمون همون سینگل پرسیژن فلوتینگ پوینت مالتیپلیکیشنه. و حالا مثلا این پروسسور خاص که مال اینتل، برای اینکه بتونه این آپریشن رو انجام بده نیاز به 4 تا کلاک سایکل داره، یعنی لیتنسی انجام این عملیات 4 کلاک سایکل. خب ما اگر بخوایم سکوئنشیال تروپوتمون رو در نظر بگیریم، اتفاقی که میفته اینه که توی هر سایکل کلاک ما انگار که 1/4 آپریشن انجام میشه. خب طبیعیه دیگه، چون هر آپریشن بخواد انجام بشه 4 کلاک طول میکشه، در نتیجه ما تو هر کلاک انگار 1/4 آپریشن رو داریم انجام میدیم. منتهی مرتب اگر ما سیستم رو بتونیم از تمام منابعش به صورت درستی استفاده بکنیم و پارالل از سیستم یه جوری بهره وری داشته باشیم و بخوایم تروپوتش رو حساب بکنیم، تروپوت پارالل ما میشه 64 آپریشن پر سایکل، یعنی ما توی هر سایکل میتونیم 64 عملیات انجام بدیم. و حالا من یه سوالی میخواستم خدمتتون بپرسم، اونم این بودش که خب یعنی دوستم الان شما میکنم درگیر بحث بشید، فقط اینطور نباشه که من حرف بزنم. سوالم اینه که خب ما پروسسورمون 4 تا کور داره، اگر بخوایم سینگل کور کار پیش ببریم، خب گفتم ما تو هر سایکل 1/4 آپریشن انجام میدیم، اما اگر بریم سمت پارالل میتونیم تو هر سایکل 64 آپریشن انجام بدیم. سوالم اینه که چرا ما به این 64 رسیدیم؟ خب به نظر میرسه که من با داشتن 4 تا کور میتونم
اینو ضرب در 4 بکنم و بگم اوکی پس من اگر هر 4 تا کورم استفاده بکنم یه اپریشن پر سایکل انجام میدم، اما من اینجا دارم صحبت 64 اپریشن پر سایکل میکنم. کسی میتونه این استدلال رو توضیح بده که چرا این یک نشد و شد 64؟ یکم هم شاید مثلا بخوام راهنماییتون کنم شاید برگره به همون حرفایی که یکم قبل‌تر زدم نسبت به خواصی که سیستم‌های امروزی دارن، مدرن کامپیوترها دارن. خب حالا اگه دوستان نظری ندارن من برم اسلاید بعدی و اینو توضیح بدم. خب خانم قادران میفهمن که البته شما صداتون هم میتونید باز بکنید صحبت بکنید اگر نوشتن اینجا براتون سخته. بله ببینید خانم قادران فهمیدن که ما مالتی پروسسور داریم. خب درست نه ما سینگل پروسسوریم، یعنی الان توی سیستم ما یه دونه پروسسور اینتل کور i5 مون توی مرحله مالتی کوره. شاید منظورتون این بود که مالتی کوره سیستم ما، که خب اونم گفتم این یه جوری 25 صدمه ضرب در 4 هم بشه و بشه یک مونت مرتب. خب الان خانم زینب ببینید میگن اکزیکیوشن یونیت. ببینید دقیقاً ما موقعی که گفتیم راجع به داشیم سیستم امروز صحبت می‌کردیم گفتیم که هر کور میتونه شامل چندین اکزیکیوشن یونیت باشه و نه تنها شامل چندین اکزیکیوشن یونیت بلکه اکزیکیوشن یونیت ها به صورت وکتورایز اپریشن انجام میدن و پایپلاین هم شدن. یعنی ما نه تنها واسه پارامتری که در نظر میگیریم تعداد کورهای سیستم باشه بلکه واسه اون پارامترهای دیگه هم ما در نظر بگیریم. به طور مثال توی همین سیستم ما که 4 تا کور داره، اوکی این پروسسور یه پروسسور 4 کور است و هر کدوم از این کورها هم میتونن به صورت ایندیپندنت ترد بسازن و این ترند ها هم به صورت پارالل اجرا بشه. منتهی مرتبه بحثی که وجود داره اینه که اینا فرض کنیم که دو تا اکزیکیوشن یونیت دارن، خب میتونن هر کدوم از این کورا دو تا مالتیپلیکیشن پر کلاک سایکل انجام بدن، پایپلاین هم شدن، یعنی هر کدوم از این کورا میتونن بدون اینکه مثلا یه کوری کارشو انجام بده کارشو شروع بکنه، درنچه یه ضریب 4 هم اینجا میاد و اینا به صورت وکتورایز هم هستن. یعنی من 4 تا کور دارم، دو تا اکزیکیوشن یونیت دارم، میشه مثلا در جمع 8 تا اکزیکیوشن یونیت. این اکزیکیوشن یونیت هم وکتورایزن، یعنی هر کدومشون میتونن اپریشن های شبیه به هم، یعنی هر کدوم اپریشنی مثل مالتیپلیکیشن رو به صورت پارالل انجام بدن، در نتیجه یه ضریب 8 هم اینجا میخوره و اگر شما همه اینا رو در هم دیگه ضرب بکنین مثلا میشه 4 تا 8، 8 تا 8 64 و 64 ضرب در 4 میشه 128 و اون ضرب در 128 میشه اسلاید قبلی و این 25 صدم تبدیل میشه به 64 تا اپریشن پر سایکل. چیزی که ما الان باید فهمیده باشیم اینه که پارالل پروگرامینگ فقط مالتی تریدینگ نیست، خیلی چیزی فراتر از مالتی تریدینگه. چون من اگه میخواستم مالتی تریدینگ برم جلو، اوکی به ازای هر کورم یه دونه ترید میساختم و 4 تا اپریشن رو به صورت پارالل انجام میدادم، در نتیجه پرفورمنس هم 4 برابر میشد و تبدیل میشد به یک اپریشن پر سایکل. ولی میبینید که ما چیزی فراتر از حتی مالتی تریدینگ داریم و ایناست که میگم یکم کار مالتی پروگرامینگ رو پیچیده تر میکنه که حالا جلوتر بررسی میکنیم این مسائل رو. نکته دیگه ای هم که میتونیم راجعش بهش برسیم اینه که شما ببینید الان این پروسسوری که من خدمتتون گفتم یه پروسسوری که توی لپتاپ‌های شما هست، حتی توی مدرن اسمارت فون‌های امروزی هم حتی شاید باشه، در نتیجه اینطوری نیست که بعد بگیم که پارلل پروگرامینگ فقط مختص سرورها و دیتا سنترها و اچ پی سی ها، شما رو همین کامپیوترهای خودتون هم حتی میتونید از این تکنیک استفاده بکنید و پرفورمنس خیلی بالاتری نسبت به حالت سکوئنشیال بگیرید. خب حالا که یه موتیویشن صورت گرفت و ما تقریبا متوجه شدیم که با چی طرف هستیم و این به نوعی پارالل پروگرامینگ چی هستش، دوست دارم که یه مثالی رو خدمتتون بزنیم، یه مسئله گراف تئوری خیلی ساده رو راجعش صحبت بکنیم، یک راه حل سکوئنشیال، یک راه حل اصطلاحاً سینگل کور براش ارائه بدیم و بعد ببینیم بررسی بکنیم که نسبت به کپابیلیتی سیستممون چه پرفورمنسی داریم و آیا میتونیم این پرفورمنس رو بهتر بکنیم یا نه. خب مثال ما یه گراف که جهت داره و بین هر کدوم این نودا یالایی وجود داره که یالا وزن داره و هر کدوم از این وزن ها معرف این هستش که هزینه رفتن ما از یک نود به نود دیگه به چه صورته. به طور مثال من اگه بتونم این مداده رو فعالش کنم، اجازه بدید.
آها الان دیگه فکر کنم اوکی شد. خب به طور مثال برای رفتن از این نود به این نود شما مثلا 8 واحد هزینه میکنی و هر کدوم هم به همین صورت. البته این مسیری که ما میتونیم به صورت دایرکت از نود صرف به نود یک طی بکنیم که خب اینجا میبینید تو این اسلاید هم برای شما مشخص شده. منتهی مراتب همونطور که در جریان احتمالاً هستید میتونیم علاوه بر اینکه مسیرهای دایرکت رو طی بکنیم اصلاً از مسیرهایی که دیتور هستن استفاده بکنیم. مثلا من اگر اینجا به جای اینکه از صفر مستقیم به یک برم ابتدا به دو میرفتم و سپس به نود یک میرفتم هزینه کمتری داشت نسبت به اینکه بتونم اینو به صورت دایرکت طی بکنم. خب حالا مسئله هم که ما میخوایم اینجا حل بکنیم اینه که به ازای هر دو نودی که توی گرافمون هست اون کم قیمت ترین یا ارزون ترین مسیری که حد اکثر دو تا هوپ طی میکنه چنده. به طور مثال یه چنین چیزی رو ما به عنوان اینپوت بدیم به برنامه‌مون، اون گراف اولیه رو که داریم و مسیر بین هر نودی هزینش مشخصه و این برنامه به عنوان خروجی به ما یک چنین گرافی بده. مثلا میگه که شما که از صفر به یک می‌خوای بری ارزون‌ترین مسیری که حداقل دو تا هوپ تی بکنه مثلا هفته و اینو مثلا به عنوان خروجی ما بده. یکم بخوایم کانکریت‌تر صحبت بکنیم، ما یه آرای دیو اینجوری بهش بدیم که حالا البته این آرای یه بودیه ولی اگه مثلا اینا رو به صورت ماتریسی خط به خط پشت هم دیگه قرار بدیم یا آرای یه بودی میتونیم بسازیم که به این منزله باشه که مثلا اگر این خونه صفر باشه، این خونه یک باشه، این خونه دو و اینم صفر، اینم یک، اینم دو، من از صفر به صفر خب با صفر از اینه میرم، از صفر به یک به صورت دایرکت با 8 رو میرم، از صفر به دو با دو تا میرم و به همین ترتیب این به من یک آرای آر رو به عنوان خروجی بده که مثلا بگه اوکی شما نود صفر به نود یک میتونی با هزینه 7 دیگه این چیپسترین هزینه‌ای که میتونی با داشتن حداکثر دو هوب بدی و از نود صفر به نود یک برسی. یه چنین آرایه میخوام به عنوان خروجی به هم برنامه بده. برنامه‌ای که ما میخوایم به صورت سکوینشیال بنویسیم ایدش اینه که به ازای هر دو نودی که توی گراف من هست به ازای هر آی و جی، خب اینجا میبینید من دوتا فور نوشتم که این به ازای هر آی و جی اینجا مشخص بکنه، برم تمامی نودهای میانی مثل کار رو بررسی بکنم که اینجا توی این فور داره این اتفاق میفته، هزینه رفتن از آی به کا و هزینه رفتن از کا به جی رو هم در بیارم که میریزمش توی ایکس و وای، اینا رو با هم دیگه جمع بکنم و توی هر ایتریشن ابتدا یه متغیر وی تعریف میکنم اینو اینفینیتی میذارم، توی هر ایتریشن هم این وی رو با زده مقایسه میکنم مینیمومش رو میریزم تو وی و خب وقتی کل ایتریشن رو بررسی بشه دانش من به ازای تمام نودهای میانی بررسی کردم و مینیموم ترین رو هم دارم و این مینیموم رو توی اون آرایه ای که قراره بمون خوردی داشته باشم ذخیرش میکنم. خب ما میخوایم حالا این الگوریتمی که نوشتیم بررسی کنیم، آیا الگوریتم سریعه، یعنی اون هدفی که ما اول جلسه خدمتتون گفتیم رو بهش میرسه. خب سیستمی که داریم بررسی میکنیم یه سی پی یو 4 کور اینتل اسکای لیک که حالا مثلا بین 32 تا 36 گیگاهرتز سیستم عامل مثلا لینوکس بود و اینا خیلی داره میگه که مثلا نشون بده بنچمارکمون بنچمارک قویه. خب ما ابتدا میایم به ازای 4000 ورودی اینم مثلا تعداد نمبر اف نود مثلا توی گرافمون هست که مثلا اینو 4000 در نظر گرفتیم، ما 4000 تا نود داریم در نتیجه مثلا ماتریس ورودیمون یه ماتریس 4000 در 4000 میشه و ماتریس خروجیمون هم میشه ماتریس 4000 در 4000. خب اگر قبول داشته باشید من اگر اینم 4000 تا باشه تعداد اپریشن های جمع و عملیات های مینیمم گیری که باید انجام بدم 64 میلیارده. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم این ستا فوریه که من دارم، چون هر کدومش به ازای کا کوچیک مثلا کا و آی و جی به ازای کوچیکتر مساوی 4000 میرن جلو و خب تقریبا 4000 ضرب 4000 ضرب 4000 که منو به این 64 بیلیون میرسونه و چون توی اون اینر موست لوپمون ما اینجا یه عملیات جمع داریم و یه عملیات مینیمم گیری و اینا به ازای هر کدوم از ایتریشن های این سه تا حلقه داره اجرا میشه، در نتیجه ما عملیات های جمع و عملیات های مینیمم گیریمون برابر با 64 میلیارد عملیات میشه. خب حالا ما اینجا سیستم رو گفتیم برای اینکه بنچمارکش بکنیم، ما روی این سیستم به ازای ورودی 4000 اگر این برنامه رو اجرا بکنیم میبینیم که ران تایممون 99 ثانیه طول میکشه و اگه حالا این تعداد عملیات هم تقسیم به 99 ثانیه بکنیم متوجه میشیم که ما توی هر ثانیه
1.3 میلیارد مثلا عملیات رو انجام دادیم و تعداد اپریشن های مفیدی که پر کلاک سایکل داشتیم، حالا منظور از اپریشن های مفید همون منظورش جمع و مینیمم گیری هست، چون ممکنه اپریشن های دیگه هم حالا انجام بشه، اپریشن هایی که گاهی مثلا مربوط به او اس باشه یا اینتراپتی اون وسط اینا بخوره، حالا ما میبینیمش خیلی کاری نداریم، ولی اون یوزفول اپریشن هایی که پر کلاک سایکل داشتیم هم مثلا انقدر بوده. و اگر ما بریم با توجه به کپبیلیتی این پروسسوری که داشتیم بررسی بکنیم، میبینیم که میزان پرفورمنسی که از پروسسورمون گرفتیم حتی کمتر از 1% بوده. اگه یادتون باشه ما تو اون اسلاید اولی خدمتتون میگفتیم دیگه، گفتیم مثلا اون ترادیشنال سی پلاس پلاس کدی که ما می‌نویسیم یه حدود 1% پرفورمنس پروسسورمون استفاده میکنه، و اینجا توی این مثال خیلی برامون کانکریت تر شد این قضیه که واقعا آره، اگه ما بخوایم ترادیشنال و سکوئنشال رو کامپیوتر امروزی برنامه‌نویسی بکنیم خیلی نمیتونیم اون پرفورمنس خوب رو شاید حتی داشته باشیم. اما خب مشکل اصلی کجاست؟ باز دوباره من دوست دارم یکم برای اینکه شما توی بحث شرکت بکنید و درگیر بشید، بعد قبل اینکه برم اسلاید بعدی ازتون میخوام بپرسم که شما به نظرتون مشکل رو کجا میبینید و چه مشکلاتی میتونید مثلا معرفی بکنید که ما با حل اونا بتونیم پرفورمنس بهتری داشته باشیم. دوستان اگه خواستن میتونن حتی دستشون رو بیارن بالا، ما میکروفونشون رو فعال کنیم و صحبت بکنیم. و برای اینکه حالا یکم مسئله رو ساده تر بکنیم، خیلی به پارالل کردن فکر نکنیم، یعنی همین برنامه سکوئنشیال خودش چه مشکلی داره که حتی به 1% هم نرسید؟ آیا میتونید یه سری از باتلنک هایی که این برنامه داره رو به ما معرفی بکنید؟ خب فکر کنم حالا دوستان نظری ندارم، من ادامه بدم پس بحثو. ببینید مشکل یه جا نیست، یعنی اینکه بگیم یه مشکلی وجود داره ما بریم اون یه مشکل رو حل بکنیم خیلی هم سریع و اینا، نه چه اتفاقی نمیفته، یعنی مشکلات متفاوتی وجود داره و حل کردن همشون هم واقعا کار راحتی نیست. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید بریم شروع کنیم باتلنک ها رو دونه دونه در بیاریم، هر باتلنکی رو که پیدا کردیم حلش بکنیم، بعد بریم سراغ بعدی. تا جایی ممکن این کارو میکنیم، ما خب دیگه میگیم آقا این بهترین افورتی بوده که ما تونستیم پشت این قضیه بذاریم و بهترین پرفورمنس رو بگیریم. کار سختی هم نیست و ما خواهید دید که ما اگر تمام اون باتلنک های ممکن رو حل بکنیم، روی همین سیستم خاص جلوتر میبینید که میتونیم یه برنامه نویسی که 150 بار سریعتر از اینه و خب پرفورمنس 93% بگیریم، و حتی سوال پرسیم که آیا میتونستیم پرفورمنس بالای 93% بگیریم. یعنی خب ببینید تبدیل کردن 1% از چیزی حدود 1% به 93% و یا حتی بیشتر، و خب این چیز حرکت خیلی خوبیه دیگه، ما اگه بتونیم بهش برسیم. حالا بریم ببینیم که چطوری میتونیم به یک چنین به نوعی چطور میتونیم به چنین ادعایی برسیم. خب ما میتونیم کل چالش هایی که باهاشون توی اون کد سکوئنشیال مواجه بودیم رو به دو چالش اصلی تقسیم بکنیم. چالش اول اینه که ما چطور میتونیم دیتامون رو به شکل سریع مموری بیاریم برای سی پی یو، تا چه اندازه میتونیم سریع عمل بکنیم برای جابجایی دیتا از مموری به پروسسور. و نکته دیگه این که حالا با فرض این که دیتا هست و ما دیگه مشکل بالا رو نداریم، تا چه اندازه میتونیم کارا رو به شکل پارالل انجام بدیم. خب ما در ادامه بحثمون ابتدا راجع به این قضیه صحبت میکنیم و بعد از اینکه مشکلات این رو رفع و رجوع کردیم به این قضیه میرسیم و توضیح میدیم که چطور بتونیم حالا کارا رو پارالل تر انجام بدیم. خب ما برای اینکه حالا به یک دیدی برسیم، سیستمی که امروز داریم، خب یه سی پی یو، یک مین مموری اینجا قرار داره، هر کدوم از این و این پروسسور ما دارای 4 کور، هر کدوم از این کورا مثلا شامل 2 تا اکزیکیوشن یونیت هستند که میتونن عملیات های اریتمتیک رو انجام بدن. حالا میخوایم یکم راجع به مموری حافظش صحبت بکنیم. ببینید اتفاقی که میفته اینه که هر کدوم از کورا برای اینکه بتونن اون اریتمتیک اپریشن ها رو انجام بدن بایستی ریجیستر رو استفاده بکنن، یعنی تا زمانی که دیتا وارد ریجیستر هر کور نشه من نمیتونم اریتمتیک اپریشن رو انجام بدم. و میبینید که یک مموری هایرارکی بین ریجیستر و مین مموری وجود داره که شامل 3 لایه کشه.
L1 cache, L2 cache, L3 cache که این L3 cache یک کش شیرد شده است بین کورایی که من دارم. الان باید یکم اینتویشن بگیرید که با توجه به این مموری که وجود داره برای اینکه من بتونم مالتی کور یه جورایی برنامه نویسی بکنم باید از تکنیک شیرد مموری استفاده بکنم به خاطر وجود این مموری شیرد شده میان اینا. منتها حالا جلوتر راجع به این قضیه شیرد مموری اینا ما خدمتتون توضیح میدیم. خب ببینید یه بحثی که وجود داره اینه که اندازه این حافظه ها با هم فرق میکنه. همونطور که تو درس مموری کامپیوتر خوندید مین مموری در حد گیگابایت اطلاعات داره، التری کش در حد مگابایت، الوان کش و التو کش در حد کیلوبایت و رجیسترها زیر حتی 1 کیلوبایت میتونن دیتا ذخیره بکنن. خب بحثی که وجود داره اینه که خب میدونید دیگه ما به هر حال یکی از دلایل اینکه از کش استفاده میکنیم و این کش ها رو بین مین مموری و اون رجیستر رو قرار میدیم به این خاطره که مین مموری هم لیتنسیش کنده هم تروپوتش پایینه و در نتیجه ما برای اینکه یه جوری هم لیتنسی رو افزایش بدیم هم تروپوت رو کش رو میاریم میذاریم. ولی خب احتمالا تو درس مموری کامپیوتر یادتون هست اگر از این کش ها به طور مناسب و هوشمندانه استفاده نشه نه تنها لیتنسی مثلا کاهش نمیده تروپوت رو افزایش نمیده بلکه لیتنسی رو افزایش میده و تروپوت رو هم کاهش میده. خب ما میخواییم حالا بریم این قضیه رو بررسی بکنیم که چطور توی کد ما یه چنین اتفاقی افتاده. ما اول از همه یک بنچمارک میگیریم، اینا اینپوت سایزمون هست. ما اگه خاطرتون باشه اون برنامه‌ای که ابتدا اجرا کردیم اینپوت سایزش 4000 بود، یعنی nمون مساوی 4000 بود. حالا اینجا به ازای n‌های مختلف ما همون کد رو اجرا میکنیم. خب میبینید که موقعی که دیتا مثلا تقریبا میرسه به اون یه جایی همون 2000 که این 2000 مثلا توی اینجا یه چیزی مثلا حدود اندازه L2 کش و اینا هستش، یوهو اوف میکنه و یک سقوطی داره و همینطور که میبینید هرچی هم دیگه دیتا افزایش پیدا میکنه حالا تو دو تا سیستم مختلف مثل یه توزیع لینوکسی یا مک او اس میبینید که میزان آپریشن هایی که میتونیم پر سکند انجام بدیم کاهش پیدا کرده. خب چرا یه چنین اتفاقی افتاد؟ چرا ما موقعی که مثلا به یک چنین مرزی رسیدیم یک چنین چیزی رو شاهد شدیم؟ خب ببینید بحثی که هستش اینه که موقعی که ما به این مرز میرسیم یعنی اینجایی که دیگه شروع میکنه نمودار سقوط کردن اندازه التری کش رد میشه، یعنی ما دیتایی که میتونیم ذخیره بکنیم یعنی دیتایی که داریم اینپوت سایزمون بزرگتر میشه از اون کپاسیتی التری کش و به خاطر همین یه اتفاق میفته، انگار وجود کش ها منجر به وجود اومدن یه اوورهدی شدن که نه تنها باعث نشدن که من تروپوت بهتری داشته باشم، لیتنسی پایین‌تری داشته باشم، بلکه اوضاع رو خرابتر کردن، یعنی هم لیتنسی رو افزایش دادن و هم تروپوت رو کاهش دادن. خب حالا بریم ببینیم که چطور این برنامه‌ای که من نوشتم باعث وجود اومدن چنین چیزی شد. چون ببین یه وقت ممکنه شما بگی اوکی التری کش من مثلا 6 مگ جا داره، پس تو هم اندازه 6 مگ بهش دیتا بده. خب نمیشه، مثلا ما اولا یه دلیلی داره که اندازه کشا کمه و بحث بعدی این که ما همواره دیتامون قطعا بیشتر از کشه، نمیتونیم مثلا کش اورینتد برنامه نویسیم بگیم اندازه کشمون دیتا بدیم و اینا، که معمولا دیتامون بیشتره ولی نباز مشکلی برامون به وجود بیاره، یعنی اینکه من اگر اینپوت سایزم بزرگتر از سایز کشمه کش اتفاقا باید کمک کنه که اپس اون اینپوت سایز بر بیام و نباسم اتفاقا یه جوری تو سر پرفورمنس بزنم و بیارتش پایین. اما کدی که من نوشتم باعث به وجود اومدن یک چنین مشکلی شده. یکم خوب به این کد نگاه بکنید. ببینید من میرم سراغ این اینر موست لوپ، این لوپ داخلی، چون اینا که داره ایتر میخوره هر اتفاقی داره میفته توی این لوپ اصلی است، این داخلی ترین لوپ است. ببینید توی این لوپ خب من یه آرای دی داشتم که اینپوت هم بود، اون اندازه بین هر دو رأس وزنش رو من توی این آرای دی میذاشتم و این دیو به عنوان ورودی به برنامه هم میدادم. خب ببینید فرض کنید من آی و جی رو در ابتدای کار صفر بذارم. خب اتفاقی که میفته چیه؟ مثلا موقعی که کا صفره اتفاقی که میفته مثلا این دی صفر رو میخونه، چون این که میشه صفر اینم دی صفر رو میخونه. بعد کا میشه یک دی یک رو میخونه، کا میشه دو دی دو رو میخونه.
اتفاقی که میفته اینه که یه سری خونه‌های کانسکیوتیو دارن خونده میشن و خب همونطورم که ما از علم مموری کامپیوتر خاطرمون هست، موقعی که میخوایم یه بخشی از دیتایی که توی مموری هست رو بیاریم بذاریم تو کش، بلاکی این کار رو انجام میدیم و خب وقتی هم من دارم کانسکیوتیو میخونم میدونم که این دیتا همه توی یه بلاک هم. در نتیجه اتفاقی که میفته چیه؟ پروسسور هر وقت ارجاع میکنه به کش که اون دیتا رو برداره، کش هیت رخ میده و دیگه لازم نیستش که من برم حالا توی مین مموری اون بلاک مربوطه رو پیدا بکنم، یعنی مثلا کش میس رخ بده، من برم تو مین مموری دیتا مربوطه پیدا کنم بعد بیام حالا اون بر اساس پالیسی ریپلیسمنت های ممکن این بلاک رو مثلا اونجا قرار بدم. در نتیجه خوب خیلی خوب و سریع، یعنی اصلا پروسسورهای امروزی هم که ساخته میشن خیلی آپتیمایز عمل میکنن برای اینکه بتونن اصطلاحا لینیر اسکن انجام بدن. ما به این مدل خوندن میگیم لینیر اسکن، یه سری دیتا که به صورت کانسکیوتیو پشت سر هم دیگه میاد. اما اگه شما این خط از برنامه رو ببینید متوجه میشید که خب اوکی آی او جی صفره، ولی وقتی کا از صفر هر چقدر افزایش پیدا میکنه ضرب در ان میشه، یعنی اول من دی صفر رو میخونم بعد دی 4000 رو میخونم بعد دی 8000 رو میخونم و به همین ترتیب. خب اتفاقی که میفته اینه که این دیتا دیتای کانسکیوتیو نیستن و فاصله ای هم که بینشون وجود داره فاصله زیادیه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ کش میسای زیادی رخ میده، حافظ بیشتر وقت ما صرف این تلف میشه که من برم این دیتا رو از حافظه اصلی بیارم بذارمش توی کش. ببینید بنابراین برنامه‌ای که من نوشتم یکی از معضلاتی که داشت معضل حافظه است، من درست از حافظه استفاده نمی‌کنم، یعنی مموری اکسس پترن هم به نوعی غلطه و حالا میخوام این مموری اکسس پترن رو تصحیح بکنم و کاری بکنم که این خط از برنامه هم برسه به همون لینیر اسکنینگی که میدونم توی سیستم‌های امروزی خیلی آپتیمایزه و خیلی خوب عمل میکنه. برای اینکه این کار رو بکنم چیکار میکنم؟ میام یه پروسسینگ انجام میدم و توی این پری پروسسینگ که انجام میدم میام آرایی دی رو یه ترانسپوز آرایی ازش درست میکنم، انگار که این ماتریس رو ترانسپوز بکنید، میریزمش توی یه ماتریس دیگه ای به اسم تی و خب موقعی که من اینا رو ترانسپوز بکنم و شروع بکنم خوندن، خونه صفر توی خونه صفر، خونه 4000 توی خونه 1، خونه 8000 توی خونه 2. و اتفاقی که میفته چیه؟ میتونم این خط برنامه‌مو حذف کنم، به جاش این خط رو بنویسم و تمام عملیات‌های ریدی که من انجام میدم تبدیل بشه به لینیر اسکن و اتفاقی که میفته چیه؟ دیگه اون کش میسا تعدادش خیلی کم میشه و درنش میتونم استفاده بهینه از مموری داشته باشم. و این بنچمارکی که شما میبینید این وی سف ورژن 1.1 که نسبت به اون حالت اولیه ما تغییر دادیم، اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اون ترانسپوز ماتریس رو محاسبه کردیم و از اون استفاده کردیم و همونطور که میبینید برنامه سکوئنشیالی که ما داریم موقعی که دیتا اون لیمیت التری کش رو رد میکنه هم میبینید که به صورت کانستنت و استیدی تعداد اپریشن هایی که میتونه انجام بده رو انجام بده و سقوط نمیکنه. منتهی مراتب یه بحثی وجود داره، من همچنان 2 بیلیون اپریشن پر سکند دارم میتونم انجام بدم و این کمه، من باید حالا سعی بکنم اینو افزایشش بدم، ولی اوکی کارم با مموری دیگه تقریبا تا حد خوبی انجام دادم و تونستم بهره‌وری خوبی بگیرم. حالا انجام بعد دنبال اینم که پامو فراتر بذارم و معضلات فراترم مموری رو بخوام بهش نگاه بکنم. خب ما بازوره برگردیم به همین اینر مسلوپی که داریم. حالا باز اگه دوستان نکته‌ای دارن چیزی دارن اینتراب بکنن منوها، اگه مثلا الان ایده‌ای دارید که من بتونم توی قدم بعدی این برنامه که نوشتم بهترش بکنم، هر وقت ایده چیزی بود اینتراب بکنید منو و صحبت بکنید که کلاس خیلی یه نواخ نشه و شما یه جورای پارتیسیپیت بکنید داخلش. خب ببینید من 3 تا اپریشن داخل این اینر مسلوپ هم دارم. 2 تا اپریشن رید کردنه، من x 0 رو میخوام بخونم و y 0 رو که حالا اینا هم هر کدومشون توی 2 تا آرایه مختلفی هستن، سپس این xf yf رو با هم جمع بکنم بریزمش مثلا توی یه zf و بین zf رو v مینیمم بگیرم و مینیممش رو محاسبه بکنم و همینطور که شما دارید ملاحظه میکنید این عملیات به صورت تکرار شونده میره پایین. خب اگر با من موافق باشید اتفاقی که میفته اینه، من میتونم این عملیات های read رو به صورت همزمان بخونم. ببینید این ریدینگ ها میتونه به شکل پارالل صورت بگیره. چرا؟ چون من موقعی که دارم مثلا این ریدو از آرای دی انجام میدم یه خونه از حافظه است
موقعی که این رید از آر ای دی رو انجام میدم یه خونه دیگه ای از حافظه است و اینم یه خونه دیگه ای، بنابراین اینا با هم تداخل ندارن، مثلا یه خونه خاص نیستش که بخونن. تازه جلوتر بررسی میکنیم، حتی اگر یه خونه خاص بود، یه خونه شیر شده هم باشه، بازم مشکلی نیست، در صورتی که فقط بخوایم رید کنیم. بنابراین این عملیات های ریدی که ما انجام میدیم میتونه به صورت پارالل انجام بشه، ولی این عملیات های جمع نمیتونه پارالل انجام بشه. چرا؟ یعنی عملیات های جمع نمیتونه پارالل با عملیات های ریدینگ انجام بشه، یعنی پلاس آپریشن و رید آپریشن با هم یه جورایی پارالیلایزیبل نیستن، و به این دلیل که چون من اول باید x0 y0 رو بخونم بعد z0 رو انجام بدم، یعنی انجام دادن عملیات z0 وابسته به دو تا آپریشن بالایی. ولی خب اگر قبول داشته باشید من بعد از اینکه ریدا رو به صورت پارالل انجام دادم میتونم هم به صورت پارالل عملیات های جمع رو انجام بدم، چرا که عملیات های جمعی که اینجا انجام میشه z0 z1 z2 مستقل از همه. ببینید اولا من عملیات های جمعو که دارم انجام میدم روی دو تا خونه مستقل از همه، یعنی xf x1 x2، میبینید خونه ها یکی نیست، یا حتی اینجا yf y1 y2 بازم خونه ها یکی نیست. حتی موقعی هم که دارم حاصل رو رایت میکنم توی خونه های مختلفی رایتش میکنم z0 z1 z2، و هیچ وقت اینطوری نیستش که من دو تا ولیو رو بخوام توی یه خونه به نوعی رایت بکنم. بنابراین این عملیات های جمعی هم که من دارم میتونن بعد از اینکه ریدینگ ها انجام شد به صورت پارالل، عملیات های جمع هم به صورت پارالل انجام بشه. اما بریم سراغ عملیات های مینیمم گیری. حالا من اینجا میخوام از شما این سوال بپرسم، آیا بعد از اینکه عملیات های جمع انجام شد، چون ببین من عملیات مینیمم و عملیات جمع هم نمیتونم با زور به صورت پارالل انجام بدم، چرا؟ چون موقعی که اینجا میخوام مینیمم بگیرم نیاز به ولیو z0 اینجا دارم، پس z0 باید محاسبه بشه تو من بعد بتونم مینیمم بگیرم. اما سوال من اینه، آیا ما میتونیم این خطوطی که با رنگ سبز خدمتتون مشخص کردم و به شکل پارالل انجام بدیم، یعنی بعد از اینکه این جمع صورت گرفت آیا من میتونم این مینیمم گیری ها رو پارالل بکنم؟ دوستان اگر نظری دارن بفرمایید، حالا اگر صحبتی نیست من جوابو بگم. ببینید خیلی ساده است، اگر دقت بکنید نه نمیتونن پارالل اجرا بشن. چرا نمیتونن؟ بله آیه قدیمی هم فهمودن نمیتونن پارالل اجرا بشن، به این خاطر که من موقعی که اینجا دارم مینیمم میگیرم خب وی داخلش، اینجا که دارم مینیمم میگیرم باز وی داخلشه، در نتیجه من باید مقدار این وی رو داشته باشم بیارم این پایین با زد یک مینیمم بگیرم، و دوباره مقدار این وی رو داشته باشم بیارم این پایین بذارم با زد دو مینیمم بگیرم. در نتیجه من به نوعی انگاری تونستم باتلنک این اینرموست لوپ رو پیدا بکنم. باتلنک اینرموست لوپ عملیات مینیمم گیریه، چون تنها عملیاتی که من نمیتونم پارللش کنم. ببین ما دو تا مین چالش داشتیم، مین چالش اولی مموری بود رفعش کردیم، مین چالش دومی اینه که پارالل بکنیم، دنبال اون باتلنکی هم که نمیذاره پارالل بکنیم. باتلنکی که نمیذاره پارالل بکنیم مینیممه. من ریدینگ ها رو میتونم پارالل انجام بدم، جمعارم میتونم پارالل انجام بدم، ولی مینیمم گیری ها رو نمیتونم پارالل انجام بدم. خب همونطور که میبینید اینجا هم یه شکلی رو براتون رسم کرده و گذاشته. حالا من فکر کنم جلوتر تو اسلاید جلوتر یکم کانکریت تر، این اسلاید بهتره. آره ما اومدیم این برنامه رو روی همون سیستمی که پروسسورش رو خدمتتون معرفی کردیم بنچمارکش رو بررسی کردیم، دیدیم که هر ایتریشنی از اون اینر موست لوپ، یعنی این حلقه ای که ما اینجا داشتیم، هر ایتریشن موقعی که میخواست اجرا بشه 4 کلاک سایکل طول میکشید، یعنی ریدینگ و جمع و مینیمم گیری هر ایتریشن 4 کلاک سایکل طول میکشه. بعد رفتن بررسی کردن دیدن که اون عملیات مینیمم گیری تو اینستراکشن ست اون پروسسور یه اینستراکشنیه به اسم مثلا وی مینسس. حالا ما خیلی کاری نداریم به بحث مموری کامپیوتریشا، صرفا داریم ابستراکت نگاه میکنیم، دیدن که اون ویمین اس اس هم برای انجام دادنش 4 کلاک سایکل داره طول میکشه. این یعنی چی؟ یعنی من اگه این ریدینگ ها رو حذف کنم، این پلاس آپریشن هم حذف بکنم، بازم هر ایتریشن قراره 4 کلاک سایکل طول بکشه. پس هزینه ی هر ایتریشن بزرگتر مساوی لیتنسی عملیات مینیمم گیری خواهد بود. خب
حالا خانم قادران یه جوری دارن راهکار میدن برای اینکه ما بتونیم این موزلی که اینا ما اینا رو نمیتونیم پارالل اجرا بکنیم رو پارالل اجرا بکنیم. ایشون میفهمن با توجه به خواص مینیمم و منطق برنامه اگر همه رو با هم مینیمم بگیریم اشکالی توی مقدار نهایی V به وجود میاد. ببینید اگه منظورتون اینه من برم Z0 رو حساب بکنم، همه Z رو حساب بکنم، خب بعد شروع کنم اینا رو دوتا دوتا با هم مینیمم گرفتن میگن میشه. خب همون صورت میکنم به بعدی اون اسلاید یه شکلی دارم که اونجا راجعش میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم، ولی این حرفا بخوام تو این اسلاید تام بکنم، هزینه هر ایتریشن این اینر موسلوپی که من اینجا دارم بزرگتر مساوی لیتنسی مینیمم اپریشنه، چون من همه رو حذف کردم بازم با مینیمم اپریشن 4 کلاک سایکل رو دارم. البته اینجا میگه تقریبا 4 کلاک سایکل، دلیل این تقریبا اینه که ممکنه مثلا این 6 کلاک سایکل باشه، مونتای مرتب تو این 6 سی 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 یا این 6 کلاک سایکل دو تا کلاک سایکل به خاطر انجام عملیات هایی باشه که ربطی به برنامه من نداره، مثلا چنان اسکیجولر او اس باشه یا حالا هر تسک دیگه ای که توسط کرنل او اس داره انجام میشه، برای همین اینجا رو حداقل 4 گذاشتم. خب اما بریم سراغ حرفی که خانم قادران زد، یعنی میگه آقا ما بیایم زدا رو همه رو به دست بیاریم بعد بخوایم اینا رو مثلا با هم دیگه شروع کنیم مینیمم گرفتن. اوکی مونتای مرتب این اینهرنتلی سکوئنشیاله، یعنی چی؟ من این مینیمم باید اول بگیرم سکوئنشیال بعد این مینیمم رو بگیرم، بعد این مینیمم رو بگیرم، یعنی باز نمیتونم بیام بگم اوکی این مینیمم با این مینیمم پارالل اجرا بشه، نمیشه. چرا؟ چون مین زد 0 زد 1 رو باید حساب بکنی بعد به واسه دو مین بگیری. اما فکر کنم شما یه نکته رو می‌خواستی اینجا بگی راجع به خواص مینیمم. خواص مینیمم همونطور که شما فهمیدی اسوسییتیو و کامیوتیتیو، در نتیجه من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام مثلا زدای زوج و جفت جفت با هم مینیمم بگیرم، زدای فردم همینطور، و بعد حاصل این دوتا رو مینیمم بگیرم. خب اتفاقی که میفته اینه که من میتونم به جای این که تو هر مرحله یه مینیمم انجام بدم تو هر ایتریشن دو تا مینیمم انجام بدم و یه جورایی عملیات مینیمم رو هم پارالل تر بتونم از پسش بر بیام. بریم تو اسلاید بعد که اینجا بیشتر راجعش صحبت بکنیم. خب من تو اون اینر مسلوپ هم چی داشتم؟ یه مین وی و زد صفر، بعد میگفت بیا وی و زد یک، بعد وی و زد دو، میگم اوکی بیا چیکار کن؟ بیا دو تا متغیر به جای وی در نظر بگیر، وی صفر وی یک. وی یک مینیمم ایون المنت هاست، وی یک مینیمم آد المنت هاست. چیکار کن؟ بیا وی صفر زد صفر رو مینیممش رو بگیر بریز تو وی صفر، وی یک زد یک رو مینیممش رو بریز تو وی یک، بعد دوباره وی صفر رو زد دو رو مینیممش رو بریز اینجا، وی یک و زد سه رو مینیممش رو بریز اینجا. یعنی من میتونم اینا رو دوتا دوتا تو هر کدوم از این ایتریشن ها به صورت پارالل انجام بدم و توی مرحله آخرم وقتی مینیمم این دوتا رو بگیرم وی به دست اومده. شما میتونی حتی پا رو هم از این فراتر بذاری، یعنی بیای چیکار بکنی؟ بیای بگی که من به جای دوتا بیام راجع به سه تا مینیمم صحبت بکنم، یعنی مود سه، بگم آقا اون المنت هایی که مثلا صفر مود سه هستن تو وی سه، یک مود سه هستن تو وی یک، دو مود سه هستن تو وی دو. خب اتفاقی که میفته مثلا وی صفر و زد صفر، وی صفر و زد سه. خب اتفاقی که میفته اینجا چیه؟ این سه تا با هم پارالل میتونه اجرا بشه، این سه تا هم با هم پارالل میتونه اجرا بشه و در آخر هم من یه دونه مینیمم از سه تاش میگیرم و کارو تمومش میکنم. حالا ما مگه چهار تا کور نداشتیم؟ اینجا رو بد نوشتم. خب ما پروسسورمون چهار تا کور داره، بنابراین میتونیم حتی بیایم چهار تا عملیات مینیمم رو شاید حتی اپریشن انجام بدیم یا حتی بیشتر. منتهی مرتبه ما حتی اگر اینم روی چهار ببندیم. اوکی میام چیکار میکنم؟ میام یه آرایه چهار عنصره در نظر میگیرم، توی اون اینر موسلوپ یه فور دیگه میذارم و اتفاقی که میفته چیه؟ میگم آقا تو موقعی که میخوای مینیمم بگیری مثلا مینیمم امو با زدو بگی. خب چیکار کردم؟ مینیمم گیری توی هر ایتریشن مستقل شد. چرا؟ چون اگه یه ترد مثلا بره ایتریشن ام مساوی 0 رو انجام بده، خب اوکی تو داری با دبلیو 0 کار میکنی، ایتریشن بعدی یا ترد بعدی میتونه بره ایتریشن بعدی که ام مساوی 1 رو بگیره، اون داره روی دبلیو 1 کار میکنه و همینطور بعدی، ترد بعدی میره روی ام 2، ترد بعدی میره روی ام 3 و اینا همه میتونن به صورت پارالل حالا اجرا بشن. یعنی انگار که این لوپ با توسط چهار ترد به صورت همزمان توی یه ایتریشن اجرا بشه و خیلی خوب شد و من تونستم سریعتر انجام بدم، در نهایت هم وی رو بیام مینیمم این چهار تا رو بگیرم. خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه، من همه این کارا رو کردم، دقت کنین
یعنی اومدم ورژن 0 که هیچی نداشتم، توی ورژن 1 مموری اوکی کردم، مموری اوکی شد. توی ورژن 2 اتفاقی که افتاد این بود که اومدم دیپندنسی ها رو از بین برم دیگه، یعنی دیپندنسی چین ها رو یه جورایی ایلیمینیت کردم، حالا با به وجود آوردن یه ترانسپوز ماتریس و با پارالل کردن این مینه. اما سوالی که مطرحه اینه، من هنوزم نتونستم به پروسسورم بگم که اینا رو پارالل اجرا بکن. کسی از دوستان میتونه بگه که ما چطور میتونیم به سی پی یو بگیم که این مراحل رو پارالل اجرا بکنه، یعنی برنامه رو خودش پارالل اجرا بکنه؟ یعنی مثلا اگر اینجا این ایتریشن من، این فور من، هر ایتریشنش مستقل از همه، به جای اینکه شروع بکنه ایتریشن ها رو ترتیب اجرا کردن، بیا ترد بسازه، هر ایتریشن رو بده یه ترد اجرا بکنه. کسی از دوستان میدونه چطور باید به پروسسور بگیم اینو؟ این شاید یه کمی هم حتی برگره به چیزایی که مثلا ما شاید تو کامپایلر رو اینا خوندیم. حالا چون وقتم نیست، منم این تقریبا 100 تا اسلاید و قصرم امروزم تماش بکنم، خدمتتون میگم شما هیچ کاری لازم نیست بکنید. چرا؟ چون خود کامپایلر کوئری اپتیمایزر داره، ببخشید این کوئری اپتیمایزر مال دیتابیسه، موقعی که میخواد این برنامه شما رو پروسس بکنه اپتیمایزر داره و کاری که انجام میده اینه که اینجا فکر کنم داریمش، میاد شروع میکنه میگه اینستراکشن استریم هایی که جلو روم هست رو شروع میکنم بررسی کردن، دونه به دونه میام ببینم کدومشون آمادن برای اجرا. هر کدوم که آمادن برای اجرا رو من میتونم اجرا بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه چند تا کور دارم، اینا وکتورایزن، اینا پایپلاینن و خودش ترید کرییت میکنه و میده و اینا اجراشون میکنن. یعنی مثلا من توی این شکلی که دارم همینو اگه بدم پروسسور اجرا بکنه، چون من برنامه نویس جوری کد نوشتم که این دستورات مستقل از هم باشه، این آپریشن ها قابلیت پارالیلایزیبل بودن داشته باشه، خود پروسسور میتونه اینا رو پارالل بکنه. این یک نوعی از پارالیلیزمه که اینستراکشن ست پارالیلیزم بهش میگن، که حالا ما جلوتر یه کمی هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما بیایم بنچمارک بگیریم. خب موقعی که وی صفر بود من به زور به 2 میرسیدم، یعنی به 2 هم نمیرسیدم. اگه یادتون باشه اول میرفتم رو 2 وای میستادم، بعد میشکست میومد پایین. چرا؟ چون مموری منیجمنت ضعیف بود. مموری منیجمنت رو که بهتر کردم به 2 رسیدم، ولی رو 2 تقریبا استدی و کانستنت وای سادم. توی وی 2 زمانی که من تونستم این عملیات ها رو نسبت به هم مستقل بکنم، اسپید اپ هم یه تایم 3 برابر گرفت و از 2 من به 6 بیلیون اپریشن پر سکند رسیدم. دقت کنید من هنوز سینگل کورم و هنوز دارم راجع به سکوئنشیال انگار حرف زدم و هنوز راجع به مالتی کور حرف نزدم، چون همین یه دونه کور هم خودش دو تا اکزیکیوشن یونیت داره، اون دو تا اکزیکیوشن یونیت هم به حال وکتورایزن و پایپلاینن. بنابراین من موقعی که مثلا اینو میدم پروسس، اینو میدم به کامپایلر میگم اجراش کن، کامپایلر میگه اوکی تو به من گفتی سینگل کور اجرا کن، یعنی مشخص نکردی مالتی کور اجرا کنم، اوکی من همون سینگل کور اجرا میکنم، ولی همون سینگل کورم ته کپاسیتی ظرفیت محاسباتی که داره رو ازش میگیرم و استفاده میکنم. چرا؟ چون تو خوب برنامه نوشتی، تو یه جوری برنامه نوشتی که مموری منیجمنت اوکیه، یه جوری برنامه نوشتی که عملیات ها نسبت به هم مستقلن و یه جوری برنامه نوشتی که عملیات ها قابل پارالیلایزیبل شدن هستن. و خب بحثی که وجود داره اینه که اون چون کره دو تا اکزیکیوشن ترد داره میتونه اینو یه اسپید اپ 3 برابری بده نسبت به حالتی که ما بعد برنامه نوشته بودیم. خب اینو پارالیلیزم که استران اینستراکشن لول پارالیلیزمه باهاش آشنا شدیم که خب مربوط به نوشتنه. حالا بعد اگزمپل ها چیه؟ شما اینجوری برنامه بنویسی، مثلا میگی A1 زب در A0 بشه بریزی تو A1، تو بعدی A1 رو بخوای بخونی، تو بعدی که A2 رو رایت کردی بخوای A2 رو رید کنی، A3 رو رایت کردی تو بعدیش A3 رو بخوای رید کنی، A4 رو که رایت کردی تو بعدیش بخوای A4 رو رید بکنی. بهترین کار چیه؟ اینا نسبت به هم مستقل باشن، من بتونم همه اینا رو به صورت پارالل با هم دیگه انجامشون بدم. یا مثال هایی باز داره از این قبیل، مثلا شما اینجا چنم x0 رو می‌ریزی تو a، مثلا اینجا مقدار آره x رو می‌ریزی تو a1، بعد دوباره اینجا می‌خوای a1 رو بخونی، اینجا می‌ریزی تو a2 می‌خوای a2 رو بخونی. بهترینش اینه که اینا نسبت به هم مستقل باشن. یا مثلا همون تکنیک مینیمم گیری که شما اینجا تکنیک مینیمم گیریمون رو عوض کردیم و خب بهترش کرد. بحثی که هست اینه که تا اینجا یه نکته هم من بهتون بگم، یکی از دلایلی که راجع به این مباحثم صحبت می‌کنم اینه
رعایت کردن این تکنیکا توی مالتی کور هم خیلی مهمه. ببینید مثلا ما بخوایم یه تمرین به شما بدیم، شما مسابقه بذارید، درسته؟ میخواهید ضرب ماتریس رو برید پیاده بکنید، هر کی بتونه سریعتر پیاده بکنه. دقیقاً رعایت کردن همین نکاته. ولی موقعی که من الان به شما امروز اوپن ام پی رو بگم، میبینید من اونجا مثلا میام یه به نوعی یه پراگما تعریف میکنم، تو اون پراگما مینویسم که مثلا شما این لوپ رو پارالل کن. خب این پراگمایی که من نوشتم، این پریمیتیو پراگمایی که من نوشتم، میگه اوکی این لوپ رو پارالل کن. شما همتون میتونید اینو بالای لوپاتون بنویسید و لوپاتون هم خود اون ای پی آی پارالل میکنه. منتهی مرتب موقعی که اینو بنویسید و خروجی بگیرید، میبینید که مثلا فلانی همه سریعتر تونست این لوپ رو اجرا بکنه. چرا؟ چون اون تونست این نکاتی که من میگم و توی نوشتن خود لوپ رعایت بکنه. و الان میگم استفاده از خود اوپن ام پی اونقدر چیز سختی نیست و حالا شما هم خواهید دید. تا اینجای بحثی که ما داشتیم، بحثمون روی این بودش که یه کور دارم، خود کور قابلیت پارالل کردن تا یه حدی داره. میخوام پامو فراتر بذارم، میخوام برم سمت پارالیلیسم، یعنی سعی بکنم به پروسسور گوش زد بکنم که من میخوام برای اجرای این برنامه بیشتر از یک پروس، بیشتر از یک کور درگیر بشه. من میخوام یا نهایت کپاسیتی رو درگیر بکنم، یا به هر حال یه حدی بیشتر از یک کور رو درگیر بکنم، اما میخوام مالتی کور برنامه بنویسم. قبل از اینکه بریم سراغ مالتی کور پروگرامینگ، بعد نیست یه کمی راجع به مالتی کور پروگرامینگ مدلز و مدل های پارالل پروگرامینگی که یه جورایی وجود داره صحبت بکنیم. من به اشتباه گفتم مالتی کور پروگرامینگ مدلز، خود مالتی کور یه مدل پارالل پروگرامینگه، ولی ما یکم پارالل پروگرامینگ رو صحبت کنیم بعد بریم به طور خاص روی مالتی کور مدل. ما پارالل پروگرامینگ مدلامون رو میتونیم به دو دسته خاص کلاسیفای بکنیم. یک دسته اینه که بررسی بکنیم که مثلا پروسسورهای ما اینتراکشنشون به چه صورت هست. یه دسته دیگه هم اینه که ما چطور پرابلم رو میخوایم دیستریبیوت بکنیم بین این پروسسورهایی که داریم، یا مثلا میخوایم پرابلم دیکامپوزیشن رو انجام بدیم. خب میپردازیم به پروسس اینتراکشن. پروسس اینتراکشن یکی از تکنیک‌های مطرحش شیرد مموریه، که ما چند تا پروسس داریم. حالا من این کلمه پروسس که به کار میبرم، گاهی اوقات میتونیم مثلا این افرادی که خیلی فرمال متد کار میکنن و اینا خیلی ابسترکت صحبت میکنن دیگه، مثلا به هر کدوم اینا میگن آقا یه اتوماتون یا یه کامپیوتیشنال یونیت یا یه پروسس. ولی خب هر کدوم اینا میتونه یه کور باشه، میتونه یه پروسسور باشه، میتونه یک پروسس باشه، میتونه یک ترد باشه، و خب همونطور که شما میدونید اینا هر کدومش نسبت به هم معانی مختلفی دارن، حداقل زمانی که ایمپلیمنت میشن. اما ما یکم ابسترکت نگاه بکنیم، اینا چهار تا واحد محاسباتی هستند. نحوه ارتباط برقرار کردنشون گاهی اوقات اینطوری که یه مموری وسط بینشون شیرده و اینا توی این مموری میخونن و مینویسن. تکنولوژی هایی هم که برای پی اس اس هست مثل سیلک هست که کار آقای چارلز لایزرسونه، اون تیم اینو پیاده کرده. اوپن ام پی هست و تریدینگ بیلدینگ بلاکس یا تی بی بی که ما حالا به طور خاص توی این کلاس راجع به اوپن ام پی صحبت میکنیم. پس اوپن ام پی از تکنیک شیرد مموری استفاده میکنه. یکی از دلایلش هم اینه که موقعی مموریشو دیدید ال 3 کش شیرد بود بین کورا، و بنابراین مجبوریم از تکنیک شیرد مموری استفاده بکنیم. و مالتی کور پروگرامینگ اصلا خاصیت شیرد مموریه، یعنی برای اینکه بتونیم این مسئله رو حل بکنیم باید از تکنیک‌های شیرد مموری استفاده بکنیم. تکنیک بعدی تکنیک مسیج پاسینگ، یعنی این پروسسورایی که اینجا هستن کاملا مستقل از هم، هر کدوم برای خودشون یک پرایوت مموری انگار دارن، و کاری که انجام میدن اینه که با هم دیگه مسیج ارسال میکنن. و حالا گاهی اوقات این ارسال مسیج ها سنکرونه، یعنی موقعی که این مسیج میفرسته مطمئن میشه که این مسیج رو دریافت کرد، بعد کارش ادامه میده. اصطلاحاً بلاک میشه تا موقعی که اون مسیج رو بگیره. مثلا ما اصطلاحات وان وی بلاکینگ داریم و تو وی بلاکینگ. حالا فرق اینا اینه که مثلا یه موقع هست فقط فرستنده بلاک میشه، یه موقع هست هم فرستنده هم گیرنده باید بلاک بشن. یعنی مثلا میگیم یه راندوو پوینتی لازمه داشته باشیم که این یه نوع خاصیه که بهش میگن مثلا هند شیکینگ، که حالا اینا بحثای شاید یکم کانکارنسی تئوری و دیستریبیوتد که ما اینجا راجعش خیلی صحبتی نداریم، بیشتر میخوایم رو همون شیرد مموری اینا صحبت بکنیم. که اون سینکرونوس مسیج پاسینگا مثل اوکم و لیمبو و گو، که خب گو الان زبان جدیدتریه و خب اگه دوست داشتید و علاقه من بودید میتونید برید همین الگوریتمایی که مثلا ما میخونیم، ورژنای مسیج پاسینگش هم هست،
یعنی یکی از کارهایی که مثلا دانشمندای حوزه کانکورنس تئوری انجام میدن اینه که مثلا خب میگن آقا ما این مسئله رو میخوایم حل بکنیم، توی ستینگ حل بکنیم که شد مموری داریم، ستینگ رو عوض کنیم بریم رو مسیج پاسینگ، ستینگمون سینکرونوس مسیج پاسینگ باشه، ستینگمون اسینکرونوس مسیج پاسینگ باشه، یا تلفیقی این دو باشه که میشه پارتیشن گلوبال آدرس اسپیس یا به اختصار پی جی ای اس، که خب برای هر کدوم این ستینگ ها الگوریتم های مختلفی میدن که شما میتونید بخونید. مثلا شما تو همین کتاب فکر کنم آیه لیتون بحث پیدا کردن ام اس سی رو مش اف تریو میخونید، توی مثلا کتاب خانم نانسی لینچ هم این پیدا کردن ام اس سی رو روی پروسسور هایی که دارن به صورت اسینکرونوس مسیج پاسینگ میخونن هم از مسیج پاسینگ میکنن هم میخونید. گاهی اوقات تفاوت این که اینا رو ستینگ های مختلف الگوریتم میدن اینه که گاهی اوقات دادن یه الگوریتم روی ستینگ کار سختی میشه، چون هر کدوم این ستینگ ها پیچیدگی های خاص خودشونو داره. به طور مثال توی شیرد مموری وقتی شما حافظه رو شیرد میکنی ما رو دوچار یه سری معضلات میکنه، یه سری ایشو ها به وجود میاره، به طور مثال ریس کاندیشن. یعنی من یه فضای حافظه رو شیر کردم، یه سری پروسس میخوان توش بخونن و بنویسن، حالا اینا تو رقابت نوشتن این توانی، مثلا یکی تو رقابتی که زودتر از این که این بنویسه اینو بخونه، در نتیجه چه معضلاتی برای ما به وجود میاره؟ مثلا میوچوال اکسکلوژن که شما پیشتر مثلا شاید تو درس او اس باش آشنا شدید. خب اینا چیزایی که شیرد مموری برای ما به ارمغان میاره. یا مسیج پاسینگ مثلا سینکرونوس، همون سینک شدن پروسس ها توی یک نقطه، دوباره معضلاتی که برای ما به وجود میاره. اوورهد میوچوال اکسکلوژن باعث اوورهد میشه، ما اینجا باید از تکنیکای لاکینگ استفاده بکنیم، سمافور بذاریم یا کیوب بیس لاکینگ، حالا تکنیکای مختلفی که برای حل مسئله میوچوال اکسکلوژن هست. اسینکرونوس مسیج پاسینگ میگه آقا من هیچ کدوم از این دوتا معضل رو ندارم، یعنی معضل سینکرونیزیشن و معضل شیرد مموری رو ندارم، اما یه معضل سخت دیگه ای داره، نوشتن الگوریتم برای ستینگ اسینکرونوس مسیج پاسینگ کار خیلی سختیه، به طوری که بعضی وقتا برای نوشتن یه الگوریتم تو این ستینگ به شما جایزه میدن. به طور مثال همون الگوریتم پیدا کردن ام اس سی توی یه گراف، موقعی که پروسس های ما به صورت اسینکرونوس دارن مسیج پاسینگ میکنن، سه نفر این مقاله رو دادن که اسم اول هر کدومشون شد جی اچ اس، آیا اول اسمش گالاگر، حالا این دیگه نمیدونم، اینا موقعی که این مقاله رو دادن مثلا دیکسترا پرایز گرفتن، یعنی انقدر کار سختی بود. ولی خب به هر حال ستینگ های مختلفی هست، شما میتونید برید تست بکنید دیگه. توی اسینکرونوس اینا مدل محاسباتشون تو مثلا حوزه ریاضیات سی اس پی آی تونی هور کامیکیشن سکوئنشال پروسسینگ که حالا اگه فرمول متد کار باشید اینا رو شنیدید، اینا اکتورن که مال آقای کال هیویت و آقای گلاغاست که خب اینا مسیج پاسینگ میکنن و اینا و کاملا اسینکرونوس هم، اونایی دیگه سینکرونوس هم. مدل های دیگه داریم که میکس این دوتاست، یا اصلا به صورت ایمپلیسیت اینتراکشن رخ میده، یعنی شما اینتراکشن به عنوان پروگرامر اینتراکشن رو نمیبینید، اینتراکشن توی ران تایم متوسط کامپایلر صورت میگیره، مثل کانکورنت هسکل و کانکورنت ام ال. که حالا ما به طور خاص گفتم میپرازیم به اوپن ام پی. گاهی اوقات بررسی میشه که ما مسئله رو چجوری دیستریبیوتد بکنیم بین پروسس ها. یه موقع هست من میگم آقا بیایم تسک پارالیلیز بکنیم. به طور مثال شما تو کتاب آقای مثلا پرهامی دیدید دیگه، ما میخواستیم یه بازه 1 تا 1000 عدد داریم، میخوایم عدد اولا رو پیدا بکنیم تو بین اینا. یه تسک اینجوری بود که یه پروسسور وایس کوردینیتور بعد بیاد چیکار بکنه، شروع کنه اعداد اول و دونه دونه به این پروسسور را بده، مثلا میگه تو برو سراغ عدد اول 2، تو برو سراغ عدد اول 3، تو برو 5، تو برو 7، تو برو مثلا 11. و همینطوری اتفاقی که میفته این که این کوردینیت میکنه، اینا میرن تو این 1000 تا میگن ضریبای 2 رو حذف میکنن، ضریبای 3، ضریبای 5، داریم تسک پارالیلیزم انجام میدیم. یه موقع البته من اینجا اشتباه هر دو تا رو تسک پارالیلیزم نمیشم، اینو اصلاح میکنم، این دیتا پارالیلیزمه، من اینو اصلاح میکنم، اسلاید اصلاح شده رو خدمتتون میدم. تو دیتا پارالیلیزم چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا این دیتا 1000 تا رو مثلا اگه انتا دیتا داری بیا به پی تا بشکن، به هر کدوم ان پیوم دیتا بده و هر کدوم رو اون ان پیوم کار بکنه. که حالا این دستبندی میم دی و میس دی و سیم دی و اینا رو هم خوندید توی کتاب پرام که ما دیگه راجعش صحبت نمیکنیم. گاهی اوقات ایمپلیسیت پارالیلیزم، مثل همین اینستراکشن لول پارالیلیزمی که ما الان خدمتتون یکم پیشتر گفتیم. خب اوپن ام پی مخفف اوپن مالتی پروسسینگ، یه ای پی آی برای اینکه ما بتونیم باهاش خیلی ساده تر مالتی ترد برنامه نویسیم و اون معضلاتی که توی هندل کردن ترد ها، ایشوی که بین ترد ها هست و دیگه من پروگرامر حل نکنم، خود ای پی آی داره حل میکنه، من بیشتر تمرکزم روی اینه که برنامه رو پارالل بکنم و نه اینکه برم سراغ کوردینیشن بین ترد ها و اینا. یعنی جوری کارمو راحت تر میکنه دیگه. زبونایی که ساپورت میکنه سی سی پلاس پلاس و فورترن، که حالا ما با سی سی پلاس پلاس کار داریم، رو او اس های مختلفی هم ساپورت میشه و زبونش معمولا اینجوری که تشکیل شده یه سری کامپایلر دایرکتیوزه،
مثلا شما یه پراگما دایرکتیوز بالای یه حلقه‌تون می‌نویسید، پراگما پارالل لوپ مثلا، و اتفاقی که میفته اینه که اون حلقه رو شما میخواید پارالل اجرا بکنید، یعنی توسط چندین کور اجرا بشه، که خب دیگه نمیرید سراغ پیاده سازی پیچیدگی‌هایی که داره. یعنی من بگم اوکی من یه ترد کرییت کنم، اساین کنم به فلان ایتریشن، بعد بگم وایس فلان ترد برسه، بعد ترد بعدی اجرا بشه، اینا رو همه رو خود اوپن ام پی داره هندل میکنه و ما هم از همین استفاده میکنیم. خب حالا پارالیزمی که ما میخوایم اینجا راجع بهش صحبت بکنیم و توی تمرین هم از شما میخوایم که رعایت بکنید و ازش استفاده بکنید، این دوتای اوله. حالا سومی اختیاریه، حالا شاید هم میگم ما به سومی هم حتی شاید نرسیم بعد، یعنی ما دو جلسه میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم که یه جلسهش امروزه، یه جلسهش هم حالا بعدن، ولی وکتور اپریشنز یه کمی بحثی سنگین تره، ولی شما این دوتا رو اگر استفاده بکنید توی کدتون میتونیم توی اون رقابت بیفتیم. حالا بریم رقابت بکنیم ببینیم که کی کد سریع‌تری می‌نویسه، مثلا برای انجام دادن ضرب ماتریس. خب اولین پارالیزمی که بررسی میشه مالتی کور پارالیزم هست، که مالتیپل استریمز اف اینستراکشن، شما رشته های اینستراکشن مختلفی دارید که هر کدوم اینا مثلا یه ترد بهش میگیم و میایم این ترد ها رو اساین میکنیم به کورها و کورها این تردا رو شروع میکنن هندل کردن و به صورت پارالل اجرا کردن. اینستراکشن لول پارالیزم که خب راجع بهش صحبت شد، وکتور اپریشن هم ان شاء الله بعدا اگر رسیدیم. برای مالتی کور پارالیزم خب همون اوپن ام پی رو استفاده میکنیم و خدمتتون معرفی کردیم. فرقی هم که خب بین مالتی کور پارالیزم و اینستراکشن لول پارالیزم وجود داره قطعا شاید براتون مشخص شده. توی مالتی کور پارالیزم اتفاقی که میفته این هستش که من ممکنه که هر کورم بخواد چندین عملیات مثلا میلیون ها یا بیلیون ها اپریشن رو پر سکند اجرا بکنه، منتهی مرتب توی حالتی که مثلا من به نوعی دارم اینستراکشن لول پارالیز انجام میدم، یه مثلا دسته ای از اپریشن ها خیلی معمولی، اونم معمولا اونایی که توی اینر موست لوپ هستن رو مثلا پارالل میکنه و اینا، که خب فرق بین این دوتا هم به نوعی اینجا مشخصه. من سریع تری کم برم جلو وقت دست ندیم. حالا یه سری مسائل اینجا ممکنه پیش بیاد، مثلا اگر تردهای من بیشتر از کورها باشه. خب ببینید اتفاقی که میفته اینه که، البته من یه چیزی هم خدمتتون بگم، ما اینجا خیلی داریم ابسترکت نگاه میکنیم، در سطح او اس شما ببینید ما اونجا یوزر ترد داریم، سیستم ترد داریم و اساین شدن هر کدوم اینا به کورها خیلی داستان متفاوتی داره. اما خب ابسترکت اگه بخوایم نگاه بکنیم، در نهایت اگر تعداد تردهای ما بیشتر از کورهای ما باشه، خب اتفاقی که میفته اینه که بایستی کانتکست سویچ رخ بده. یعنی ما بیایم یک تکنیک تایم شیرینگ پیاده بکنیم که مثلا بگیم آقا شروع کن مثلا یه اسکیجولینگ بنویس فلان ترد و انقدر زمان بده به این کور، بعد زمان ازش بگی بده به یک ترد دیگه و این صحبت ها. اگر تعداد ترد ها هم اندازه کورا باشه، خب ما کورسپاندینگ وان تو وان میکنیم و به هر کدوم یه دونه میدیم. اگر هم کمتر باشه که خب اینجا یه سری از این چیزا ویس میشن دیگه، مثلا یه سری از این کورایی که داریم آیدل هم بیکار وایستدن و کاری انجام نمیدن. همونطور که گفتم برای اینکه بتونیم به این مالتی کور پروگرامی یا مالتی ترد پروگرامی برسیم، راه سختش اینه که شروع کنیم لو لول از پریمیتیو های یک زبان برنامه نویسی استفاده بکنیم، مثلا مثل پی ترد. حالا این پی ترد به طور خاص تو سیستم های یونیکسی هست و این مخفف پازیکس ترده، چون فقط تو سیستم های یونیکسی ما اینا رو داریم، توی ویندوز متفاوت میشه که میتونید خودتون ترد تعریف بکنید و کار بکنید و اینا. یا میتونیم از راه های یکم های لول پارالیزیشن تول استفاده بکنیم مثل اوپن ام پی و تی بی بی، که حالا ما به طور خاص از اوپن ام پی استفاده میکنیم، اینا رو هم رد کنیم زودتر. خب ما بریم سراغ اوپن ام پی. ببینید من الان یه لوپ دارم اینجا، این لوپ مثلا 10 تا ایتریشن میخوره از 0 تا مثلا 9 که میشه 10 تا. سی تابه است که کال میشه و این آیا بهش پارامتر داده میشه. شما فرض کنید سی هم یه مثلا هیوی فانکشن، یه عملیات نومریکال خیلی خفن انجام میده با این پارامتر ورودی. خب موقعی که من این برنامه رو ران بکنم، سیستم هم یه دونه ترد بیشتر نمیسازه و این ترد میاد اول سی صفر رو اجرا میکنه، بعد سی یک، بعد سی دو، بعد سی سه و به همین ترتیب سکوئنشیال میره جلو. توی زبان توی برنامه سی موقعی که من میخوام از ای پی آی اوپن ام پی استفاده بکنم، این دکلراتیو پراگما رو اینجا می‌نویسم، این پراگما رو اینجا دکلریت می‌کنم، می‌نویسم هشتگ پراگما. معمولا دستورات پراگماتیک ما با این دستور شروع میشه، هشتگ پراگما اوپن ام پی پارالل لوپ. این کد رو موقعی که شما بنویسید ران بکنید، اولین برنامه ساده اوپن ام پی تون رو نوشید، چیکار می‌کنه؟ 4 تا ترد می‌سازه متناسب با کانفیگ سیستم شما، اینکه سیستمتون چند کور است. ببین اینا رو همه رو دیگه خودش هندل میکنه، من برنامه نویس هندل نمیکنم، در صورتی که
قابلیتایی داره که شما بتونید دستکاری بکنید. علی حال ترید مثلا 0.30 رو شروع میکنه و 33 36 38 به معنی اینکه تمام شد مثلا دوره میاد به این 31 میده به این 34، یعنی انگار که میاد اینا رو بینشون تقسیم میکنه، مثلا میگه اوکی من 4 تا ترید دارم 10 رو تقسیم به 4 میکنم، ستای اول مال تو، ستای بعدی مال تو، دو تا مال تو، دو تا مال تو، اینجوری خودش تقسیم میکنه. این اسکیجولینگ و تقسیم بندی شما خودمون هم میتونیم تغییر بدیم. اما اتفاقی که میفته چیه؟ اینا همزمان اجرا میشن، یعنی این 30 33 36 38 داره همزمان اجرا میشه، این هم همینطور. بعد اینکه اینا اجراشون تموم شد، اینا همزمان اجراشون شروع میشه و اینا هم همزمان اجراشون شروع میشه. انگار که نسبت به حالت قبل من کلا 3 تا تسک انجام دادم، در صورتی که 10 تا تسک انجام دادم. خب اینم بحثی بود که اونجا داشتیم. البته توی حالت قبلی اون برنامه اون تابستی ما اینطوری بود که مثلا ممکن بود هر بار که کال میشه یه amount of work ثابتی داشته باشه، اما ممکنه اینطوری نباشه، مثلا 33 کارش بیشتر از 30 باشه. مهم نیست، به محض اینکه 30 تموم بشه 31 کارش رو شروع میکنه توسط ترید 0، به محض اینم که 33 کارش تموم بشه 34 کارش رو با ترید 1 آغاز میکنه، به لطف این پرگماتیو دیکلریشنی که ما اینجا داشتیم. بحث سینکرونیزیشن هم، بحث کوردینیشن هم بین ترید ها، خب خود توسط اوپن ام پی انجام میشه. لازم نیست من ترید ها رو سینک بکنم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید من اینجا قبل اینکه این فرو بنویسم یک تابع A کال کردم، بعدش هم یه تابع D. خب تابع A که توسط ترید 0 اجرا میشه، چرا؟ چون من هنوز به این پرگماتیکی نرسیدم ترید بسازم. موقعی که به پرگماتیک میرسم، حالا اینا مالتی ترید شروع میکنن اجرا شدن، موقعی هم که تموم میشه تمام ترید ها کیل میشن، یه ترید 0 میمونه، اون دی رو اجرا میکنه. ولی موقعی که دی میخواد اجرا بشه خیالمون راحته که تمامی این ده تا سی فینیش دیر ورک کردن، یا به عبارت کوردینیت شدیم و سینک شدن، که اینا هم توسط خود اوپن ام پی صورت میگیره. گفتم میتونیم اسکیجول این پارالل لوپ رو تغییر بدیم. مثلا من اگه اون پرگماتیکی که مینویسم به همینقدر ساده باشه، میاد چیکار میکنه؟ میگه به ترید 0 0 تا 10 بده، 0 تا 9 بده، به بعدی 10 تا 19 رو بده، یعنی ترتیبی میده میده جون. اگه بنویسم اسکیجول استاتیک 1 چیکار میکنه؟ میگه آقا به ترید 0 1 رو بده، به 1 1 رو بده، 2 تموم شد برگردون، یعنی ستونی انگار شروع میکنه اساین کردن. یه موقع هم هست اینجوری مینویسم داینامیک 1، و این چه معنی میده؟ میگه ببین کل اون 40 تا تریدی که داریو، خب بیا برس توی یه صفی، هر وقت یه تریدی اویلیبل شد نکست ایتریشن رو بده اون انجام بده، و دیگه اینطوری نیستش که. چون وقتی من اینجوری اساین میکنم چه اتفاقی میفته؟ اگر مثلا ترید 0 داره اینو انجام میده، ترید 1 هم داره اینو انجام میده، اگر ترید 1 مثلا کارش زودتر از ترید 0 تموم بشه نمیره 4 انجام بده، درسته؟ میره 5 انجام میده. اما اینجا اینجوری نیست، یعنی اگر یک کارش تموم شد 0 هنوزش رو این کار میکنه، این بودو میره 4 رو میگیره و انجامش میده. این بیشتر تو زمینهای کاربرد داره که ما تسکای خیلی زیادی داریم که نمیخوایم زمان دست بره، میگیم آقا فقط این تسکا رو تا میتونید اصلا بکنید به تریدا، هر تریدی کارش تموم شد سریع تسکو بگیر انجام بده و اینا. که باز میگم ببینید استفاده کردن از اینا یه چاقوی دولب است. یه خط مینویسی کدت یه اسپید اپ 150 تایی میگیره، یه خط مینویسی کدت هیچ اسپید اپی نمیگیره، شاید حتی بدتر هم بشه. باید بدونید که کجا چه صورت باسی یه لوپ، یه لوپیو شما پارالل بکنید و اون لوپ پارالل هم نوشته شده باشه دیگه، یعنی اون تکنیکایی که ما خدمتتون قبلتر گفتیم و شما رعایت کرده باشید. این جیپس تو هوب پس رو بخوایم پارالل انجام بدیم، این برنامه سکوئنشیالی بود که ما نوشته بودیم. خب این احتمالاً ورژن وی صفرمون هست، چون اینجا ما ترانسپوز انجام ندادیم و وی مون هم مثلا داره سکوئنشیال انجام میشه، یعنی این وی صفر مالتی کوره. می‌خوایم وی صفر مالتی کور بنویسیم. خب اگه قبول داشته باشید این حلقه هر ایتریشنش ایندیپندنت نسبت به قبلی‌ها، چرا؟ چون تمام متغیرهایی که من دارم پرایویتن، من هیچ متغیری این بیرون ندارم که اورا باشمش توی این فوره اینجا تا اینجا بخوام استفادهش بکنم. برای همین چون هر کدوم اینو پرایویتن، هر کدوم این تریدر شروع می‌کنه چیز پرایویت ساختن. البته فقط یه جا پرایویت نیست دیگه، این آرس و این دی اس که جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم که آیا وجود این دی او آر برای ما موزلی به وجود میاره یا نه. چون دی او آر تنها متغیرهای من هستن که بیرون از این فور اورامو تو دارم ازشون استفاده می‌کنم. دی آر رو رید می‌کنم، آر رو رایت می‌کنم. حالا جلوتر بررسی می‌کنم که آیا این واقعا موزلی برای من ایجاد نمیکنه؟ ولی فعلا هم من بپذیرید ایجاد نمیکنه. یعنی اینا ایندیپندنت آف ایچ آدر هر ایتریشن میتونه صورت بگیره. بالای این چون که ببینید، چون که این قسمت از حلقه هر ایتریشنش مستقل از همه، من این حلقه بیرونیه رو میام این پرگماتیک رو بالاش مینویسم و این حلقه رو با
پارالیلش میکنن و تموم شد و کار میکنه. شما میتونید این کد رو برید خونه بنویسید و تست بگیرید و ببینید که جواب میده. حالا بریم سراغ بنچمارک گرفتن. V0 مال حالتی بود که کد خیلی ساده بود. V1 مموری منیجمنت رو درست کردیم. V2 اومدیم بحث پارالیلایزیبل کردن اون تسکا رو انجام دادیم روی سینگل کور و یه چنین اسپید اپ گرفت. اومدیم تو مالتی کور V0 نه به مموری دست دادیم نه اون تسکا رو پارالیلایزیبل کردیم. چیزی حدود 5 بیلیون اپریشن پر سکند. یعنی شما مالتی کور موقعی که میزنی حتی اگر خیلی هم بد کد نوشته باشی احتمالش خیلی زیاده که از بهترین حالت سینگل کور هم بتونی پرفورمنس بهتری بگیری. تو وی یک بحث مموری درست شده که خب خیلی خوبه. تو وی دو اون تسکام پارالیلایزیبل شدن که میبینید من به 20 بیلیون اپریشن پر سکند هم رسیدم و اینجا دارمش. منتهی مرتبه اگه خاطرتون باشه من فقط وی سف تا وی دو نبود، یعنی مثلا وی سف تا وی هفت هم بود که دیگه حالا ما ورژن های مختلف بعدی رو استفاده نکردیم. بس آخر هم که مونده اینه که گفتم این حلقه های داخلی مستقل از همه موزلی ایجاد نمی کنن. خب ببینید این ویا که پرایویت وریبل هم هیچ مسئله اینی، هر تردی پرایویت وریبل خوش داره، به پرایویت وریبل باقی هم کاری نداره. این انا هم که بیرون اومدن شرد ریدونلی هم، من فقط اینا رو میخونم و خب خوندن هم هیچ ایبی نداره، هیچ موزلی برای من به وجود نمیاره. دی هم شرد ریدونلیه، منتهی مرتب آر داره توش رایت میشه. منتهی مرتبه این اکسکلوسیو رایته. یعنی چی؟ یعنی هر ترد موقعی که میخواد بنویسه توی خونه مختلفی از آر مینویسه. مثلا ترد مربوط به آی سف تو آر سف تا آر نو مینویسه، ترد مربوط به آی یک تو آر ده تا آر 19 و همینطور میده. هیچ کانفلیکتی با هم ندارن، پس اوکیه، این حلقه داخلیه پارالیلایبله و من میتونم ازش استفاده بکنم. بنابراین قوانینی که داریم اینه که توی مالتی کور پرایوت دیتا ها اوکی هن. میتونن استفاده بشن توی حلقه ها. مالتیپل ترد ریدز اوکی هن در صورتی که روشون رایت نباشه و حتی اون دیتا هایی که شیرد شدن و دارن توسط چندین ترد میخونن. چیا بدن؟ جایی که ریس کاندیشن رخ میده، یعنی یه ولیوی یه تردی میخواد یه ولیوی رید کنه، یکی دیگه هم موقع میخواد رایتش بکنه، یا یه ولیو یا یه متغیری هست که چند تا ترد با هم میخوان روش رایت بکنن و خب اینم خوب نیست. در نتیجه الان اگه نگاه کنید این دوتا فورو من نمیتونم پارالیلایزیبل بکنم. چرا؟ این مثلا داره اگه آی صفر باشه این میشه x1 این میشه x0 و اتفاقی که میفته چیه؟ شما اینجا x0 رو میخوای بخونی تو x1 بریزی، بعدیش چی میشه؟ میشه x1 توی x0 و در نتیجه x2 و در نتیجه نمیتونی اینا رو به صورت پارالل هندلش بکنی. یا اینجا به طور خاص همه رو داریم توی یه دونه میریزیم، میدونید باز دوباره نمیشه این کارو کرد. و البته اینا هم که دارم میگم داره به صورت چند تا ترد همزمان دیگه، مثلا این T0 این T1 درسته، T0 داره 0 رو میخونه، T1 همزمان میخواد تو میخواد ببخشید T0 داره تو 1 میریزه همزمان، T1 هم داره X1 رو میخونه همزمان. چون این همزمانی وجود داره من نمیتونم اینو پارالیلش بکنم. اینجا هم همه دارن تو وای صفر میریزن، نمیتونم پارالیلش بکنم. اینجا هست هم مستقلن، میتونم پارالیلش بکنم و اوکیه. ممنون از اینکه گوش دادی. ما جلسه اولمون تموم شد و خب تونستیم تعداد خوبی با مالتی کور پروگرامینگ و اوپن ام پی آشنا بشیم و حالا یه جلسه دیگه میذاریم که تکنیک ها و ریزه کاری های بیشتری از اوپن ام پی رو خدمتتون بگیم که موقعی که به شما تمرین میدیم واقعا ببینیم که مهارت مالتی کور پروگرامینگ شما یا همونطور که مثلا توی اسلاید اول نوشتیم هنر مالتی کور پروگرامینگ کی از اون یکی بیشتر. آقای دکتر دست شما در نکنه، من دیگه صحبتام تمومه. اگرم دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. سلام، خیلی خفی بود، خیلی عالی بود. فکرم از درس‌های مختلف شما بهره بردیم و در حواس جدی و خیلی حرفه‌ای ارائه دادیم. البته این بعدی ابسترکت باشه به چه بهتر باشه و وارد جزئیات نشه، ولی خب آخر جالب بود. دستون درد نکنه. خواهش می‌کنم دکتر، لطف داشت. ممنون از شما.